با سلام خدمت همه حاضرین در جلسه و همه کسانی که ما را از لایو یوتیوب دنبال می کنند. امروز 8 جولای مصادف با 17 تیر در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات کمیته محیط زیست. در ابتدا معرفی می کنم سخنرانان را جناب آقای صمد جعفری، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در خرداد ماه 1401. خانم روزا جهانبین، بررسی و تحلیل پیمان کیوتو. آقای سلمان یزدانپناه، جزیره شدن زیستگاه ها و تاثیر آن بر انقراض جانوری. آقای کاوه قزلباش، فشار امنیتی بر فعالان محیط زیست. و همچنین خانم فرشته خیام الحسینی، فرونشست های شهر اصفهان و دلایل آن. و در آخر بحث آزاد رو داریم با موضوع پلاستیک قاتل محیط زیست. از همه همکاران عزیز خواهش میکنم که هر موقع که اظهار نظری در هر بخشی داشتن میتونن نظرات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن. از جناب آقای صمدی اگه لطفا دستشون رو بالا بگیرن، مایک رو برشون آزاد میکنیم که سخنرانیشون رو انجام بدن. بفرمایید آقای صمدی. با عرض سلام خدمت همه همکاران گرامی و مهمانان عزیز و کسانی که ما را از فضای مجازی یوتیوب دنبال می کنند. اول از همه خوش آمد میگم به خانم تنهایی به خاطر اینکه سلامتیشون رو به دست آوردن و تونستن به گروه برگردن. گزارش موارد نقض محیط زیست و تحلیل اون در خرداد ماه 1401 رو خدمتتون عرض میکنم. حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی اون از قوانین و قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته و ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی حق حیات که متاسفانه طی دههای اخیر به دلیل استفاده بیرویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح محیط زیست طبیعی در کشور عزیزمون ایران به شدت مورد تهدید قرار گرفته که گزارشات جمع‌آوری شده بیشتر جنبه آگاهی رسانی و افشاگری خدمت همکاران عزیز و مردم عزیزمون هست که در خرداد ماه 1401 اتفاق افتاده. در دو هفته اول خرداد ماه 1401 حدود 97 واقعه محیط زیستی در ایران به ثبت رسیده که دست کم 34 شکارچی غیر مجاز و متخلف زیست محیطی بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند و همچنین متصدی یک واحد رنگرزی آلاینده در شهرستان ملارد به یک سال حبس تعزیری و متصدی یک کارگاه آلاینده دیگه در پاک دشت به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از خطر انقراض 128 گونه جانوری و مهردار در کشور خبر داد. در این مدت بیش از 500 هکتار از جنگل‌ها، تالاب‌ها و دیگر پوشش‌های گیاهی در استان‌های کوهلوبویراحمد، مازندران، خوزستان، سیستان و بلوچستان متأسفانه طعمه حریق شدند. طی این مدت شاخص کیفی هوا دست کم در 20 شهر ناسالم و در 31 شهر خطرناک اعلام شد. و در برخی از روزها میزان گرد و غبار در خوزستان 42 برابر حد مجاز، در دشت آزادگان به بیش از 30 برابر حد مجاز، در لرستان بیش از 28 برابر حد مجاز، شهرستان و بوکان 12 برابر حد مجاز رسید. در همین راستا رئیس گروه منابع آب و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست گفت که همکنون 43% از تالاب‌های کشور پتانسیل تبدیل شدن به منشأ گرد و غبار رو دارن و همچنین بر اساس گزارشات منتشر شده
در این مدت یک قلاده پلنگ در جنگل‌های شهرستان دنا، دو قلاده خرس قهوه‌ای در لردگان و اقلید بر اثر عواملی همچون شکار و تصادف جان خودشون از دست دادن و دو توله یوز پلنگ آسیایی که حاصل جفتگیری سایت یوز پلنگ پارک ملی خارتوران بوده به دلیل مشکلات ریوی و استفاده از شیر بیکیفیت متاسفانه تلف شدن. مشکلات کوه پسماند سراوان هم همچنان ادامه داره و در هر ثانیه 15 لیتر متاسفانه شیرابه از این محل وارد رودخانه های سفیدرود، زرجوب، تالاب انزلی و دریای خزر میشه. به گفته یک کارشناس محیط زیست، مهمترین بحران پسماندهای استانهای شمالی کشور به خطر افتادن سلامت مردم و مرگ آبزیان هست. از کشورهای اطراف حوزه دریای خزر، کشور ایران متاسفانه بیشترین تولید کننده آلاینده و آلودگی های آلی و فاضلاب و خامی است که وارد دریای خزر میشه. 56 تا 60 درصد از زباله های تولید شده در ایران زباله های آلی و تر هستند که آب زیادی دارند و قابل سوزاندن نیستند و متاسفانه هیچ برنامه ای هم برای بازیافت اونها ندارن. یکی از موارد محیط زیستی بحث حیات وحش هست. کلیه جانداران از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و تمام گیاهان که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت انسان بر روی زمین زندگی میکنن و آب و خوراک خودشون رو معمولا خودشون تأمین میکنن که متاسفانه دخل تصرف انسان در زیستگاه‌های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بسیاری از گونه‌های حیات وحش چه گیاهی و چه جانوری رو در معرض خطر انقراض قرار داده. حتما شنیدید که یک قلاده پلنگ در شهرستان باغ ملک و یک قلاده خرس در علی گودرز تلف شدن و همچنین لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل پناهگاه حیات وحش میانکاله کشف شده. اینا نمونه هایی هستن که متاسفانه در حال انقراض هم هستن. و یکی دیگه از موارد زیست محیطی حق تنفس و هوای پاک هست. حتما اخبار مربوط به شاخصه های هواهای استان و استانها و شهرستانها را هم دنبال میکنید. در گزارشات ماهیانه حتما شنیدین که تعداد پرشماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خودشون از دست میدن. این مشکلات علتی جز سوء مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی نداره. مثلا در همین بازه زمانی شاخص کیفی هوا در شهرهای عراق 153، شازند 158، اصفهان 189، شاهینشهر 164، ارومیه 490، قصر شیرین 290، کرمانشاه 149، سرپل زهاب 119، کرج 138، مسجد سلیمان 158 که اینا برای گروه های حساس خطرناکن و ناسالمه و متاسفانه برای همه گروه ها هم به صورت خطرناک هست که اینها نمونه هایی از گزارش هایی که تو خرداد ماه ارائه شدن. در طی این مدت زمان وقوع دست کم 3 فقره آتش سوزی در مناطق جنگلی استانهای آذربایجان غربی، بوشهر و تهران اتفاق افتاده و همچنین 1 فقره آتش سوزی در مناطق جنگلی شهرستان دسفول در استان خوزستان موجب از بین رفتن 2 هکتار از منابع طبیعی استان شده. یکی دیگه از موضوعات زیست محیطی دیگه حمایت از منابع طبیعی و از سوی دیگه حفاظت از جنگل‌ها، حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب و شکار صید بی‌رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی و در نهایت محیط زیست تلقی میشه که بسیاری از حیوانات به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر انقراض قرار دارن. به طور مثال بیش از 131 تن چوب قاچاق در استانهای گلستان، تهران، مازندران و لرستان کشف و ضبط شده
و 9 نفر در این خصوص دستگیر شدند. کشته و زخمی شدن 3 تا محیطبان و همیار محیط زیست در درگیری با شکارچیان متخلف و غیر مجاز در این مدت بوده. جمعه 6 خرداد 1 محیطبان و 1 همیار محیط زیست در درگیری با شکارچیان غیر مجاز در منطقه حفاظت شده درباغ استان فارس کشته شده و 1 همیار محیط زیست دیگه هم زخمی شده. زخمی شدن 1 محیطبان در پی درگیری با شکارچیان متخلف در شهرستان اندیمش در تاریخ 12/3/1401 اتفاق افتاده. تقریبا از هفته سوم به بعد ماه خرداد ماه 36 واقعه نقض محیط زیست اتفاق افتاده که دست کم 17 صیاد و شکارچی غیر مجاز، 9 نفر قاچاقچی چوب و 2 نفر متخلف محیط زیستی بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند. و همچنین شاخص کیفی هوا در طی این مدت در 11 شهر ناسالم برای گروه های حساس و یا خطرناک و ناسالم برای تمامی گروه ها اعلام شده. در حوزه مدیریت پسمان نیز به جمع‌آوری زباله از سطح معابر شهر اهواز و بحران پسمان در استانهای شمالی کشور و خطر افتادن سلامت مردم و مرگ آبزیان میشه اشاره کرد. گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه‌های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه داره. راستی یه سوالی که پیش میاد اینه که به نظر شما چه اتفاقاتی افتاده که در کشوری با 7000 سال سابقه تاریخ و فرهنگ همچین اتفاقاتی داره میفته؟ از نظر بنده مواردی که حالا به ذهن من رسیده و اینا که مطمئنن چندین برابر این عوامل به ذهن شما هم میرسه، میتونم چند تاشو خدمتتون عرض کنم. یکیش عدم آموزش یا عدم آموزش صحیح. دوم نیاز مالی بعضی از شهروندان عزیز که از فرط فقر و نداری رو به سوی تخریب و محیط زیست میارن. نبود انگیزه کافی جهت محافظت از محیط زیستشون. کمبود احساس مسئولیت از طرف مسئولین و مردم. قرار گرفتن افراد غیر متخصص در جایگاه و مسئولیت‌های محیط زیستی. عدم اطلاع صحیح مردم و مسئولین از جایگاه محیط زیست در زندگی و حیاتشون. انتخابات و انتصابات حزبی و گروهی. در کشور ایران 2 عامل کلیدی وجود داره که در همه زمینه‌ها خصوصا محیط زیست کشور رو به سمت نابودی و قهقرا پیش می‌بره. در کشور ایران فردی در رأس امور قرار گرفته که تمام امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط ایشون انتخاب میشه که متاسفانه هیچ تخصص و تعهدی هم نسبت به هیچ موردی تا حالا نداشته. دومم این که متاسفانه در هیچ کسی در جایگاه خودش نیست. یعنی فردی که در رأس محیط زیست قرار میگیره نه تخصص و نه تعهد کافی داره. معمولا به صورت حزبی یا به صورت پارتی بازی یا به صورت فامیل بازی، دوست بازی و هر حال حزب بازی موارد اینجوری انتخاب میشن. و گرچه همون به اصطلاح قوانین کمبود قوانین داریم، ولی همون قوانین دست پا شکسته هم که داریم متاسفانه مورد بیمهری قرار میگیره و بهش عمل نمیشه. این گزارشات مغایر با هدف 3 تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف 6 تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه، هدف 9 ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری، هدف 13 اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات اون از سند 23 یونسکو و همچنین اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگه در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست
که نسل‌های امروز و نسل‌های بعد باید در اون حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشن، وظیفه عمومی تلقی میشه. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر اون که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران و اون ملازمه پیدا میکنه ممنوع است. متاسفانه اینا موارد نقضیه که هم قانون در واقع نقض کرده و نقض میکنه و هم مغایر اهداف سند 20-30 هست. از اینکه حوصله به خرج دادین سپاسگزارم. من مایک راه میکنم، اگه صحبتی چیزی باشه من در خدمتون هستم. با سپاس از جناب آقای جعفری، ممنونم ازتون. متاسفانه همیشه اخبار نقض محیط زیست زیاد هست و بسیار دردناک. اگر دوستان نظری دارن میتونن با ما به اشتراک بذارن. خب سخنران دعوت میکنم از سخنران بعدیمون خانم روزا جهانبین، بررسی و تحلیل پیمان کیوتو. خانم جهانبین بفرمایید، ما در اختیارتون. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه همکاران گرامی و شنوندگان محترم. همونطور که میدونید طی دهه‌های اخیر با افزایش گازهای گلخانه‌ای مثل متان، دیوکسید کربن، بخار آب و اکسید نیتروژن در جو زمین، دمای کره زمین در حال افزایش هستش که این هم باعث شد که ایجاد در واقع یه سری تغییرات ناخوشایند در محیط زیست شد و کشورهای دنیا هم به خاطر همین اتفاقی که افتاد در واقع به تکاپو افتادن و چارچوب و قوانینی رو برای رعایت و حفاظت از محیط زیست در نظر گرفتن. پروتکل کیوتو که به نام پیمان کیوتو هم شناخته میشه و در شهر کیوتو ژاپن به تصویب رسیده، پروتکلی هستش با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای که همسو هستش با کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل که مصوبه سال 1992 بوده و کنوانسیونی بودش که 26 ماده داشت و دو زمینه. پروتکل کیوتو معاهده‌ای بود که توسط سازمان ملل متحد در سال 1997 برای مبارزه با مشکل انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد شد و خب قطعاً بر اساس نظراتی که دریافت می‌کردن توسط کشورهای مختلف، اومدن توی چند مرحله در سال‌های مختلف اصلاحیاتی رو انجام دادن. پروتکل بر کشورهای توسعه یافته به عنوان منبع اصلی انتشار کربن تمرکز داشت و کشورهای در حال توسعه رو از در واقع تعهد به این پروتکل مستثنا کرد که همین مسئله اعتراضات زیادی رو به همراه داشت که من حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم. در سال 1997 بر اساس پیمان کیوتو کشورهای صنعتی متعهد شدند که ظرف 10 سال آینده میزان انتشار گازهای گلخانه خودشون رو به میزان قابل توجهی کم کنند و به کشورهای در حال توسعه کمک‌های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و یا انرژی بادی به جای استفاده از انرژی‌های فسیلی رو انجام بدن. چین، هند و دیگر کشورهای در حال توسعه در اون زمان از درخواست پیمان کیوتو معاف بودند، چرا که اونها در صدور گازهای گلخانه‌ای در زمان دوران در واقع انقلاب صنعتی شدن کشورها که ما میدونیم دلیل اصلی این شروع تغییرات آب و هوایی امروز محسوب میشه، چون که نقش اصلی نداشتن و به هر حال خیلی تاثیرگذار نبودن، یه جورایی معاف شدن. البته هر دو کشور، یعنی هم کشور چین و هم کشور هند، عضو این پروتکل هستن اما عملا مجبور به رعایت این پیمان نیستن به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم. پیمان کیوتو معتقد هستش که کشورهای در حال توسعه
به زودی به تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای تبدیل میشن و بدون اعمال محدودیت بر روی این کشورها، صنایع در کشورهای پیشرفته ممکنه که به سمت کشورهایی که محدودیتی ندارن برن و اگر کشورهای پیشرفته به کمک کشورهای در حال توسعه نرن، پس یعنی اوضاع تغییر خاصی نکرده و هیچ کاهش تولید کربن خالصی هم اتفاق نیفتاده. یکی از کارهای مهمی که کشورهای توسعه یافته کردن، جایگزین کردن سوخت تجدیدپذیر به جای سوخت فسیلی هستش. استفاده از انرژی‌های مثل انرژی باد و انرژی خورشید، انرژی جذر و مد آب و امثال اینها به جای مشتقات نفت کمک خوبی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای بود. مثلا کشور آلمان از سال 1990 انتشار گازهای گلخانه‌ای خودش رو حدوداً 35% کاهش داده که این مسئله حاصل تعطیلی نیروگاه‌های زغال‌سنگ این کشور و همینطور گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح موفقیت آمیز تجارت گازهای گلخانه‌ای بوده. هدف آلمان کاهش 55% انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 و بهره برداری از 80% از منابع انرژی تجدیدپذیر تا سال 2050 هستش. در بین مدافعان پیمان کیوتو از همه مهمتر اتحادیه اروپا و بسیاری از مؤسسات زیست محیطی هستند که مدافع محیط زیست هستند. اما از طرف این پیمان یا پروتکل مخالفینی هم داره. بعضی از متخصصین سیاست مردمی که نسبت به گرم شدن سطح زمین بدبین هستند، پیمان کیوتو رو به عنوان برنامه‌ای برای کاهش رشد دموکراسی صنعتی جهان و کاهش انتقال ثروت به جهان سوم میدونن و هزینه های پیمان کیوتو رو بیشتر از سودش میدونن. در واقع برخی بر این باورن که استانداردهایی که کیوتو تنظیم کرده بیش از حد خوشبینانه است و خب این رو قراردادی بسیار نامنصفانه و نارس میبینن که تنها مقدار ناچیزی قادر به کاهش گازهای گلخانه‌ای شده. جالبه بدونید که کشورهایی مثل سودان، اتیوپی، گینه نو، گرینلند، نروژ، فنلاند، سوئد، نیوزیلند و کره شمالی تولید گازهای گلخانه‌ای نزدیک به 0% دارند و دو کشور چین و آمریکا بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند. در این میان کشور ما هم در کنار بعضی از کشورها مثل اوکراین، عربستان سعودی، مصر، آلمان، کانادا و حتی مکزیک تولید گاز گلخانه‌ای متوسطی داره. در حال حاضر 192 کشور عضو این پیمان هستند و کشورهای افغانستان، سودان جنوبی، آندورا، واتیکان، تایوان و آمریکا عضو این پیمان نیستند. اگر دقت کنید در میان کشورهایی که عضو این پیمان نیستن، عضو در واقع اسم کشور آمریکا به چشم می‌خوره که جز کشورهای توسعه یافته و پیشرو در تولید گازهای گلخانه‌ای هست، اما هنوز این پروتکل رو نپذیرفته. علتش هم این هستش که معتقد عضویت توی این پیمان به اقتصاد کشورش ضربه وارد می‌کنه و همچنین معترضه که چرا کشور چین باید از رعایت مفاد این پیمان نامه با توجه به اینکه اکنون جزء تولید کنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای در جهان هستش، اما به دلیل اینکه در دوران انقلاب صنعتی خیلی نقش پررنگی نداشته و حالا در واقع معاف هستش، چرا الان دیگه نباید متعهد به رعایت این پروتکل باشه. به هر حال به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، آمریکا این پیمان رو نپذیرفته متاسفانه. شاید میتونیم اینجوری به این پیمان نامه نگاه کنیم که به دلیل عدم حمایت جهانی و عدم تمرکز این پیمان به بزرگترین و سریعترین اقتصادهای جهان مثل چین و عدم متقاعد کردن آمریکا در پیوستن به این پروتکل، این پیمان با شکست مواجه شده متاسفانه.
پیمان کیوتو علی‌رغم عدم تحقق اهداف خودش به عنوان اولین گام در روند مبارزه با گرمایش زمین و به عنوان یک نماد خیلی مهم شناخته میشه و تا سال 2012 هم فعال بوده، ولی خب به خاطر عدم دستیابی به اهداف خودش عملا این پیمان نامه نیمه کاره رها شد و غیر فعال شد. در نهایت و برای رسیدگی بهتر به وضعیت کنترل گازهای گلخانه‌ای، توافقنامه پاریس به منظور بهبود و در واقع یک پیمان جایگزین به جای پروتکل کیوتو در 4 نوامبر 2016 لازم الاجرا شد و از ژانویه سال 2021 توسط 195 کشور امضا شد و 190 کشور هم در واقع تصویب کردند که کشور ما هم این توافقنامه رو پذیرفته و کشور آمریکا هم که جز مخالفین سرسخت پروتکل کیوتو بود به هر حال این توافقنامه رو پذیرفته و قبول کرده و امضا کرده. اما در اصل بهتره که ما صورت مسئله رو فراموش نکنیم. مسئله اصلی امضا کردن یا نکردن پیمان نامه ها و کنوانسیون ها توسط کشورها نیست. مسئله اصلی این پدیده ها و اتفاقات ناگواری هستش که در جهان در حال اتفاق افتادن هست، به خصوص درباره مسئله محیط زیست که باید در اولویت تمام کشورها با هر طرز تفکر و سیاست کاری که دارن قرار بگیره. در خصوص مسئله گازهای گلخانه‌ای و پدیده افزایش گرمایش زمین، کشورها باید با استفاده از تکنولوژی، تجربیات و رویه‌هایی که گازهای گلخانه‌ای رو کنترل می‌کنه، بتونن به همدیگه کمک کنن و این علم و دانششون رو در اختیار همدیگه قرار بدن و در واقع مدیریت مستمری هم در حفظ و افزایش چاهک‌های جذب گازهای گلخانه‌ای داشته باشن. میتونن در واقع این چاهک های جذب گاز های گلخانه‌ای که من عنوان کردم به هر حال شامل موجودات زنده میشه، شامل جنگل ها میشه، شامل اقیانوس ها میشه و خیلی موارد دیگه. در پایان عرض میکنم که کشورها بایستی امکانات لازم رو جهت توسعه و اجرای برنامه های آموزشی، افزایش آگاهی عموم مردم در مورد تغییرات آب و هوا و اثراتش، دسترسی عمومی به اطلاعات و شرکت همگان همه مردم در مقابله با تغییر آب و هوا رو فراهم کنند. ممنون از توجهتون. اگر که سوالی دارید من در خدمتم. ممنون از شما خانم جهانبین عزیز. بله، همونطور که فرمودید در واقع یک پیمانی بود برای کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای که در واقع با عامل اصلی گرم شدن زمین هست، مخصوصا در دهه‌های اخیر. ولی خب متاسفانه همونطور که میدونیم خیلی موفق نبوده و همچنان کره زمین هر روز داره گرمتر میشه و محیط زیست و همون کره زمین مواجه میشه با افزایش گازهای گلخانه‌ای مثل متان و دیوکسید کربن، بخار آب و غیره که خب به هر حال خیلی مضر هست و همون باعث گرم شدن زمین میشه. از دوستان عزیزان اگر که نظری دارن با ما به اشتراک بذارن. جناب آقای یزدان پناه بفرمایید، ما رو در اختیارتون. خسته نباشید، میگم خدمت همکاران و خسته نباشید خدمت خانم جهانی بابت سخنرانی خوبشون. ببینید همونجوری که خانم جهانی به اشاره داشتن به نکته خیلی خوبی توجه کردم، اونم این بود که امضا کردن مهم نیست. خب مهم اینه که اینا چقدر میخوان این عهدنامه اون تعهدنامه اون کنوانسیون هر چی اسمشو میذارن اجرایی کنن. توی همین اجلاس جهانی آب و هوا توی گلاسکو که چند ماه پیش برگزار، هند یکی از مخالف ترین کشورهای بود که حاضر به امضای هم قراردادی که در خصوص کاهش گازهای گلخانه‌ای دنیا بهش توافق رسیده بودن که چیزی رو امضا کنه، سندی رو امضا کنن، هند مخالفت میکرد. حالا چی شد که یهو هند راضی کردن که تایید کنه؟ این باز برمیگره به اینکه واقعا میخواد اجرا کنه یا اینکه نه فقط در یه کاغذ امضا کرد. و متاسفانه توی تمام دنیا داره به سمت کاهش گازهای گلخانه‌ای میره. کشور ما به خاطر تحریم ها چون نمیتونه
مازوت رو صادر کنه که بزرگترین مصرف کننده مازوت هم واسه همون کشور هنده. این مازوت رو داریم توی نیروگاه‌های خودمون داریم مصرف می‌کنیم که خودش یک روند افزایشی تولید گازهای گلخانه‌ای یا گازهایی است که برای کره زمین مضر است. و میگم همیشه هم دولت‌ها همدیگر رو مقصر می‌کنن و این مردم هستن که ضرر می‌کنن در نهایت. من مایک کارها می‌کنم. ممنون از وقتی که من دارید. ممنون از شما، از آقای یعظم پناه گرامی. دوستان اگر نظری دارید لطفاً دست بلند کنید که مایک براتون آزاد بشه. خب دعوت میکنم از سخنران بعدی جناب آقای یعظم پناه با موضوع جزیره شدن زیستگاه ها و تاثیر آن بر انقراض جانوری. آقای یعظم پناه مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مجدد خسته نباشید. میگم ببینید موضوع بحث ما امروز موضوع خیلی مهمیه، شاید به ظاهر فقط یک جمله باشه ولی امروز دنیا به این نتیجه رسیده که مهمترین عامل از بین رفتن گونه ها و به خطر افتادن گونه ها که میان در معرض خطر انقراض قرار میگیرن همین جزیره شدنه. من سخنان رو به سه بخش تقسیم میکنم. اول اینکه جزیره شدن چیه و علتش چیه. دومی که اثرات سوء جزیره شدن رو توضیح میدم خدمتتون. بعدم راهکارهایی که میشه برای جلوگیری از جزیره شدن و حفظ جانوران در خطر انقراض انجام داد و توضیح میدم. جزیره شدن همونطور که از اسمش پیداست یعنی که ارتباط یک زیستگاه با دنیای بیرون قطع بشه، یعنی اون زیستگاه به صورت یک جزیره بشه که دیگه نتونه جانوری از اون زیستگاه خارج بشه یا جانوری جدیدی به اون زیستگاه وارد بشه. علت زیادی هم داره. به نظر من خودم به شخصی معتقدم که مهمترین علتش رشد افسار گسیخته جمعیت جهان میتونه باشه. به عنوان مثال از سال 1950 بعد از تحولات جنگ جهانی دوم جمعیت دنیا از 372 میلیون نفر به یه چیز حدود در سال 2022 به 7 میلیارد 753 میلیون نفر رسید. خب این جمعیت برای بقا به چه نیاز داره؟ به غذا نیاز داره. غذاش از کجا تامین میکنه؟ از کشاورزی. نیازهای دیگه شو از صنعت داره تامین میکنه. خود این صنعت و کشاورزی خیلی عواقب سنگینی برای کره زمین داشته، یعنی تونس ضررهای زیادی رو به زمین وارد کرده. کشاورزی علاوه بر اینکه زمینی بوده که مشترک بوده بین انسان و جانوران از بین برده، آب رو هم مصرف کرده، یعنی بیش از اندازه آب مصرف کرده. حالا ما بحران آب و کنار اون قضیه خوشحالی اخیر بذاریم یه فاجعه است. کشاورزی، سمومی که توی سمومی که با کوتاهی کشاورزی که توی بخش کشاورزی داره استفاده میشه، خودش یه عامل دیگه برای از بین رفتن تشدید شدن جزیره شدن هست که حالا باز مفصل در خصوصش صحبت میکنیم. یه عامل دیگه عامل صنعته. من مثال میزنم، شما وقتی معدن کاوی میکنید میان مجوز معدن صادر میکنید و از اداره محیط زیست مجوز صادر نمیشه. الان چندین ساله که فقط دارن مجوز رو میدن، چک میکنه و صادر میکنن. شاید تو 20 سال پیش 40 سال پیش اصلا چیزی به نام محیط زیست، مجوز محیط زیست تعریف نشده برای صنعت کشور یا معدن. و وقتی که این معدن ها میان کار خودشون رو شروع میکنن به قطع کردن ارتباط یک بخشی از زیستگاه با محیط پیرامون خودش. عامل بعدی جاده سازیه. جاده سازیایی که بدون هیچ حساب کتابی داره مخصوصا توی کشور ما داره انجام میشه. همه اینا باعث میشه که یک انقطاعی بین گروه های جانوری ایجاد بشه و نتونن با یکدیگر ارتباط کافی داشته باشن. حالا توضیح میدم وقتی نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن چه عوامل چه آثار وحشتناکی رو به دنبال خواهد داشت. یه دلیل دیگه اش که توی کشور ما خیلی چشمگیره نبود بودجه است. امکانات کمه، بودجه هم کمه. بودجه به عنوان مثال طبق گزارش خبرگزاری تصمیم 27 آذر 1400 بودجه محیط زیست کشور ما 1.6% کل بودجه 1401 بوده. این رقم اصلا یه چیز خیلی خیلی ناچیزه که حتی فکر نکنم بتونه حقوق محیطبانامون رو تامین کنه با اینکه ما الان با کمبود محیطبانام مواجه هستیم. عامل بعدی که میتونیم بهش ذکر کنیم دامداریه. چرای دام ها و حضور اشعار در مناطق صعب العبور که یکی از واقعا فاجعه بارترین مشکله. شما الان ببینید قبلا شاید اکثر شما دوستان به یاد دارین میتونستید به صورت تصادفی جانورانی مثل آهو یا حالا چیزی رو یا موارد مشابه رو توی مناطق خیلی با مناطق خیلی مسکونی یا اطراف مناطق مسکونی که مرتبط بود با
حیات وحش میتونستیم ببینید، ولی امروز دیگه واقعا اگه شما میخواید یه آهو رو ببینید باید چیزی حدود یک شبانه روز پیاده روی کنید توی کوه کمر. البته فرای جدای از مناطق حفاظت شده شاید بتونید یه دونه آهو پیدا کنید، شاید، یا بتونید رد پای از یک پلنگ یا یک خرس رو در ارتفاعات خیلی زیاد بتونید پیدا کنید. اینا همه نشانه اینه که جزیره این حیوانات وارد یه جزیره شدن و ارتباطشون با محیط اطراف و با گله‌های دیگه قطع شده. اما اثرات جزیره شدن رو می‌خوام بررسی کنیم که از خود جزیره شدن مهم‌تره. اولین عاملی که جزیره تاثیر بعد جزیره شدن اینه که شکار حیوانات خیلی راحت میشه، یعنی شکار مثل یه مارکت میشه برای شکارچی. هر زمان که اراده کنه فقط کافیه که وارد حریم منطقه حفاظت شده بشه و ریسک دستگیر شدن رو به جان بخره تا بتونه یه شکارش انجام بده، یا اینکه میتونه خیلی به صورت طبیعی به صورت پرداخت یه پولی حالا با رابطه بازی و باند بازی بتونه یه مجوز شکار بگیره و خیلی راحت وارد منطقه حفاظت شده بشه و شکارش انجام بده. چیزی که آماری که سازمان حفاظت محیط زیست ایران در 12 فروردین 1401 اعلام کرده، ما الان بیش از 3 میلیون سلاح شکاری در دست مردم داره. این خودش یعنی چی؟ یعنی اینکه هر زمان اراده کنن ما دست کم شاید چیزی 1 میلیون شکارچی مستعد و آماده شلیک داریم. این یعنی یک فاجعه. یه عامل دیگه که جزیره شدن به وجود میاره اینه که تلفات جاده‌ای خیلی زیاد میشه، چون میدونید جاده‌ها مثل یک مرز تقریبا همه جا حضور دارن و قطع میکنن حیات وحش این منطقه رو یا اون منطقه رو و جدا میکنن از هم دیگه و حیوانات ناخواسته یا ناخواسته وارد این جاده‌ها میشن و هر روز ما آماری رو داریم میشنویم که چند تا حیوان مثلا تلف شد، برخورد خرس با سواری، برخورد آهو با سواری و غیره. اما مهمترین عاملی که جزیره شدن ایجاد میکنه یه عاملی از بحث ژنتیک رو مطرح میکنه که من اینو در اصطلاح بهش میگن منگول شدن اون نسل، یعنی اون نسل رو انقدر ضعیف میکنه که فاجعه ایجاد میکنه، خصوصا در مورد یوز پلنگ ها این قضیه خیلی صدق میکنه و اینو عامل اصلی موجوداتی مثل یوز پلنگ میدونه که به تنوع ژنتیکی نیاز دارن. من یه متن که از رئیس اداره رئیس یکی از ادارات پزشکی کشور اعلام کرده رو حالا من عنوان نمیکنم، اسمش سانسور میکنم، فقط اینا من فقط براتون میخونم ببینید چه فاجعه‌ای در باره. طبیعت و حیات وحش همواره با یک سری مخاطراتی روبرو است. زمانی حیات وحش میتواند رویایی داشته باشد که امکان حرکت مهاجرتی برای گونه‌ها فراهم شده باشد. اقدامات و فعالیت‌های انسانی موجب جزیره شدن زیستگاه حیات وحش شده و این امر نیز عدم امکان مهاجرت و گذر را برای حیات وحش در کشور فراهم کرده. بر همین اساس فقط امکان جفتگیری های درون فامیلی در گله وجود دارد، همون چیزی که گفتم یعنی تنوع ژنتیکی از بین رفته، که همین امر موجب شده حیات وحش به سمت زوال ژنتیکی پیش رود و در نهایت گونه های مونگول باقی بماند. این گونه های آسیب پذیر طی چند روز گرسنگی و سرما از بین می روند و تلف می شوند. این نتیجه جزیره شدن حیات وحش است. وقتی در ازدواج های انسانی ازدواج دو همخون صورت می‌پذیرد، اگر اختلال ژنتیکی در این خانواده وجود داشته باشد، در این صورت وقتی دو ویژگی یکسان در کنار هم قرار گیرند غالب می‌شود و احتمال پیدایش نقص ژنتیکی بیشتر می‌شود. در محیط زیست هم داستان به همین قرار. در سال 1970 با تکمیل اطلاعات دانشمندان از ساختار ژن و همینطور ساخت تجهیزاتی که امکان دست‌فرضی و کار کردن با ژنوم جدا کردن قطعه از ژن مهندسی کردن آن را فراهم کرد، ژنتیک مدرن متولد شد. با این قابلیت بشر توانست برخی از قطعات ژنی درون موجودات زنده از میکرواز ارگانیسم‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها، گیاهان و یا حتی استخراج ژن از نمونه سلول‌های خونی یا بافت‌های دیگر و جدا کردن قطعی از ژن و مطالعه آثار و نقش آن ژن مسلط شود. امکان قابلیت استفاده در راستای نیاز ذهن دانشمندان را تحریک کرد و این قابلیت سبب شد که ما بتوانیم برخی از ژن‌ها را درون برخی از موجودات دیگر منتقل و آثارشان را مطالعه کنیم. وقتی گونه‌ای مثل گوزها یا موجودات مهم دیگری را در طبیعت محصور می‌کنیم و به وسیله اقدامات بشر و اتوبان‌ها و امثال هم و ملاحظات زیست محیطیشان را نمی‌بینیم، سبب می‌شود ازدواج‌های همخون زیادتر شود و همین مسئله سبب می‌شود طی 2 یا 3 نسل
ما نژاد مهمی را در کشور از دست بدهیم یا دچار اختلالات و نقص‌هایی شویم که در آینده بگوییم ضرر کردیم و گونه ارزشمند طبیعی را از دست دادیم. این چیزی بود که مهمترین عامل جزیره شدن بود که من عین متن از روش خوندم که چیزی کم و کسر نذاشته باشم. ببینید یعنی نسلی وجود میاد که توانایی مقابله با بیماری‌ها رو نداره. به عنوان مثال وقتی طاعون نشخوار کنندگان وارد زیستگاه میشه ما داریم میبینیم که تقریبا تمام اون زیستگاه رو نابود میکنه و چیزی باقی نمیذاره. شاید این قضیه قبلا کمتر دیده میشد و علتش هم همین اینه که ازدواج‌های درون گله‌ای باشه. خب اما راهکار چیه؟ راهکار خیلی ساده است. خیلی خیلی ساده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، به شرطی که همونجور خانم رضا جهانبین هم بهش اشاره کردن فقط عهدی امضا نباشه، به شرطی که انسان ها بخوان با طبیعت آشتی کنن و به قضیه رو بپذیرن که ما جزی از این طبیعت هستیم، نه اینکه ما اشرف مخلوقات هستیم. این یه بهترین راهکاره به نظر من. اما راهکارهایی که امروز دنیا بهش رسیده، یکی از این راهکارها ساخت مسیرها و کریدورهایی است برای اتصال زیستگاه‌ها به یکدیگر. به عنوان مثال پل‌هایی می‌سازن یا مسیرهایی را به صورت فنس کشی شده آماده می‌کنن که جانوران بتونن برای انتقال از این جنگل، از این زیستگاه، از این منطقه به منطقه دیگه بتونن این امکان براشون فراهم بشه. متأسفانه توی ایران به خاطر گسترش زیاد منطقه و همچنین عدم امکانات کافی ما این امکان رو نداریم که بخوام چنین کاری کنیم و همچنین عدم سوء مدیریت خصوصا توی رده‌های بالا. چون محیط زیست بحثیه که بودجه‌های کلان میطلبه بخواد پیگیریش کنه و اینکه مدیریت کلان میخواد، نه اینکه بخوایم ما فقط فرض کنیم یه آقایی رو بیاریم به اسم مثلا رئیس اداره محیط زیست، رشته تخصصی که رفته خونه مثلا فرض کنیم ادبیات و هنرهای چوبی باشه. مثال میگم. عامل دوم که میتونه خیلی خیلی کمک کنه کنترل و نظارت محیط زیست بر صدور مجوز، هم بحث مدیریت که الان خدمتتون عرض کردم. ببینید تا وقتی محیط زیست نخواد هیچ وقت ما نمیتونیم محیط زیست کشورمون رو نجات بدیم. محیط زیست دست کیه؟ دست مدیران بی‌لیاقت کشور ماست متاسفانه و همه هر جو دلشون بخواد. مثال خیلی بارزش میانکال است که توی تمام اخبار ما داریم میبینیم و میشنویم که رفتن وسط یک جنگل تاریخی که شاید بگن یک منطقه که ارزش هزاران ساله داره برای نه تنها ایران برای دنیا، مجوز پتروشیمی صادر میکنن. بعد وقتی بس بالا میگیره و یه سری فعالان محیط زیست میان اونجا دخالت میکنن، هر کس توپو به زمین دیگری میندازه تا بر سر گرزل زمان مردم فراموش کنن و توی یک مقطعی شروع کنن به ساخت و ساز، در حالی که بیش از 90 هکتار زمینای میانکاله رو اینجوری آمار خودشون نشون میده به فروش بردن. یعنی اموال ملی رو فروختن. اصلا این یه چیز عجیبه که فروختن. به کی فروختن؟ پتروشیمی مال کیه؟ مال سپاه. سپاه کیه؟ سپاه هم همون قرارگاه خاتم و داردسته اطراف خامنه‌ای. عامل بعدی که میتونه کنترل کنه جزیره شدن رو به کاهش بده، روند جزیره شدن، کنترل گردشگرانه. متاسفانه هیچ نظارتی روی گردشگری وجود نداره و گردشگران آزاد هستن هر جایی که دلشون میخواد تقریبا بره، حالا مگه اینکه به فنس یا دیواری از منطقه حفاظت شده برخورد کنن که اینا دیگه امکان عبور براشون به وجود نمیاد. یعنی این عامل باعث میشه که متوقف بشن و الا توی کشور ما دلیل عدم به کمبود امکانات محیط زیست، کمبود محیط پان، کمبود امکانات، کمبود پایش ها، کمبود نظارت ها، همه این مسائل باعث شده که نتونن گردشگرا رو کنترل کنن. شما اگه بالاترین نقاط کوه ها برید میتونید آثار پلاستیک یا آثار مثلا زباله‌هایی که ساختی یه شرکته که مثلا توی اونور دنیا هست، شما میتونید مثلا ردبول رو من اشاره برید با صعب العبورترین نقاط کشور رو برید بالا کوهنوردی کنید، بعد از دو روز که میرسید حالا میبینید یه قطی مثلا، حالا من نباید اسم بیارم ببخشید در تبلیغ نباشه، یه قطی نوشیدنی فلزی آلومینیومی مربوط به یه کشور مثلا اونور دنیا داره اونجا پیدا می‌کنید که اصلا یه چیز عجیبه. اما عامل اصلی که خیلی تاثیرگذار هست و میتونه به مراتب از سایر موارد موثرتر باشه بحث آموزش است. آموزشی که از مدرسه شروع بشه و به دانشگاه ختم بشه و بعد از دانشگاه اجرایی بشه، یعنی وارد عمل بشه، محیط عمل بشه. متاسفانه ما الان میبینیم تازه بعد از گذشت سالها الان رشته‌های محیط زیستی داره وارد دانشگاه ما میشه. کتب آموزشی محیط زیست تازه داره وارد بحث‌های مدارس یا آموزش و پرورش ما میشه و این واقعا جای تأسف داره که چرا انقدر دیر داره این اتفاق میفته.
خب من اینجا سخنرانیمو تموم میکنم. حالا باز اگه امیدوارم تمام مطلب رو کامل ادا کرده باشم. اگه دوستان صحبتی نظری دارن من در خدمت شما هستم. ممنونم از جناب آقای یزدان‌پناه به خاطر سخنرانی خوبشون، به موارد خیلی خوب اشاره کردن. یکی از چیزایی رو که تو همین تنوع در واقع محیط زیستی، کاهش تنوع زیست محیطی تاثیر داره، یکی از اون فقر حاکم بر جوامع روستایی هم هستش. همونطور که میدونید یعنی استفاده بیش از حد اون روستاییان از منابع موجود زیست با هم خودش باعث شده که تنوع در واقع اون کاهش تنوع زیستی زیاد بشه. و همینطور که فرمودید یکی از دلایل دیگه همون دلایل انسانی هستش و استفاده نادرست از طبیعت که موجب تنوع کاهش زیستی و همچنین انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری میشه. و از همه مهمتر که خب همیشه گفتیم عدم کنترل دولت بر محیط زیست و سوء مدیریت متاسفانه. ممنونم از سخنرانی خیلی خوبتون. خانم روزا جهامی دستشون بالا، بفرمایید. من در اختیارتون. مایک براتون آزاد هست خانم جهامی. خیلی ممنونم. آره یه مقدار دیر باز شد برای من. اول که تشکر میکنم از آقای یزدان‌پناه بابت سخنرانی خوبی که داشتن. فقط در تکمیل صحبتشون در مورد مسئله جزیره‌ای شدن زیستگاه‌های طبیعی، خب تمام این موارد گفته شد، علت‌ها و راهکارها و همه چیز گفته شد. فقط مسئله‌ای که هستش الان من خودم متوجه شدم اینه که این زیستگاه‌های طبیعی که نابود میشه بعدش میخوان راهکار ارائه بدن یا زیستگاه‌های مصنوعی میسازن و خب به هر حال این زیستگاه مصنوعی اون آیتم و اون امکاناتی که یک زیستگاه طبیعی میتونه به اون جانوران و حیوانات بده خب ندارن. این قضیه رو به خصوص توی آبزیان خیلی ما میبینیم، اونم خب به خاطر اینکه ایران خیلی مشکل آب داره، مشکل کم آبی داره، خیلی از سالاب‌ها خشک شدن، خیلی از متاسفانه آبزیان ما منقرض شدن. حتی این یه مسئله، این بحث ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی رو من خیلی درک نمی‌کنم وقتی که ما میتونیم از در واقع اون زیستگاه‌های طبیعیمون حفاظت کنیم. یه مسئله دیگه که حیفم اومد نگم بحث عدم امنیت شغلی محیط‌بانان ما هست که بارها ما در موردش صحبت کردیم. به هر حال خب این زیستگاه‌ها باید ازشون حفاظت بشه، نگهداری بشه و آقای از اون پناه هم گفتن یکی از مسائل همین شکارهای بیرویه و غیرقانونی هستش که داره اتفاق میفته. اما متاسفانه خب هم اون امنیت شغلی برای محیط بانان وجود نداره، هم تعداد مناسبی وجود نداره و هم امکانات مناسبی برای محیط بانان ما متاسفانه وجود نداره. و به عنوان مورد آخرم کلن فکر میکنم که ما توی ارتباط با حیوانات، وقتی که میگم ما منظورم مردم ایران هستش، توی ارتباط با حیوانات خیلی ضعیفیم. یعنی اون دوستی و اون محبتی رو که شاید توی کشورهای دیگه داریم میبینیم توی مردم خودمون و توی خودمون نمیبینیم. اونم به خاطر اینکه خب آموزشی ندیدیم. یه سری از حیوانات که کثیفن، نجسن، یه سری از حیوانات وحشیان، نزدیکشون برید حالا نمیدونم گاز میگیرن، هر کاری میکنن. به هر حال این مسئله هم باعث میشه که یه مقداری بی تفاوت بشیم، بی احساس بشیم نسبت به اینکه حالا جان حیوانی گرفته بشه یا حیوانی شکار بشه یا منقرض بشه. فکر میکنم این هم یکی از مسائلی هستش که متاسفانه توی ما خیلی کم رنگه. مرسی. مایک در اختیارتون. ممنونم از خانم جهانی عزیز، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید، مخصوصا در مورد حیوانات که من واقعا موافقم با این مورد. متاسفانه از قبل شاید فرهنگ‌سازی نشده و یا شاید ریشه در خرافات داره و مسئله متاسفانه این انس الفت بین، البته یه قشری با حیوانات در ایران اصلا وجود نداره. ممنونم ازتون. از جناب آقای جعفری بفرمایید. آقای جعفری ما که اختیارتون. با عرض سلام مجدد و عرض خسته نباشید با آقای یزدان‌پناه بابت
سخنرانی خیلی خوبشون. به یه موردی که اشاره کردن که حالا من به نظرم میاد که لازم به تذکر هست، این که فرمودن که بحث کمبود بودجه متاسفانه میشه گفت که کمبود بودجه ما نداریم تو کشورمون، ولی این هست که بودجه به کجاها به اصطلاح سرریز میشه و کجاها میره، جایی که دیگه هممون تقریبا شاید میشه گفت که اطلاع داریم که حداقل مثلا بالای 100 تا سازمان به صورت سازمان‌های مخفی هستن که مستقیما زیر نظر رهبر هست و اونا دارن بودجه‌های کلانی میگیرن. مثلا یه موردش هست که بحث مثلا اسلامی کردن به اصطلاح کشورهای آفریقایی، حالا از این دست موارد خیلی زیاد داریم. بودجه ها متاسفانه اونجاها میره و اونجاها به اصطلاح خرج میشه و جایی که باید خرج بشه در ارتباط مثلا با محیط زیست که نیاز 100% هست و به عموم ربط پیدا میکنه، در صورتی که اون چیزایی که تحت نظر رهبری هستن و اینا اصلا به عموم مردم ارتباط پیدا نمیکنه. متاسفانه اونا بودجه های کلانی میگیرن و حتی به هیچ جا هم پاسخگو نیستن، اصلا به جایی هم پاسخگو نیستن که این بودجه رو که گرفتن کجا خرجش کردن، چجوری خرجش کردن اینا. ممنونم، خواستم این مورد رو تذکر بدم. بله ممنون از شما. بله واقعا بودجه که هست ولی خصوصیه، در واقع یه عده خاصی میتونن ازش استفاده کنن. متاسفانه این دیگه ریشه یه وجود داره. اگر که دوستان نظری ندارن در این مورد، من دعوت میکنم از سخنران بعدیمون جناب آقای کاوه قزلباش با موضوع فشار امنیتی بر فعالان محیط زیست. جناب آقای قزلباش ما در اختیار شماست، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، تمام افرادی که مورد سازه مجازی دارن دنبال کنن. موضوعی که امروز راجع بهش میخوام صحبت بکنم بحث فشار بر فعالان محیط زیست هست. من در ابتدا تیتروار به موضوعاتی که میخوایم بهش بپردازیم در این مدت کوتاه یک اشاره‌ای میکنم که راجع به چه چیزهایی میخوایم صحبت بکنیم و بعد وارد شروع بحث میشم. دلایل فشار به فعالان محیط زیست رو میخوایم هم بررسی بکنیم امروز. معرفی این افراد، افرادی که تحت این فشار قرار گرفتن و تحت بازجویی و تحت زندان هستن الان، نگاهی به رزومه این افراد بکنیم، از چه زمانی این فشارها و این حبسها استارت خورد و شروع شد، چه ارگانی پشت این فشار امنیتی هست و کدوم سازمان امنیتی داره این کار رو انجام میده، و در نهایت به بیگناهی این افراد که خود افراد داخل ایران، خود مدیرانی که داخل ایران الان سمت دارن اذعان کردن به بیگناهی این افراد، ولی تداوم بازداشت شما همچنان شاهدش هست. در سالهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست بسیاری به شکل دست جمعی بازداشت و روانه زندان کرد. بازداشت نزدیک به 55 نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن ماه و اسفند ماه 96 نخست با بازداشت 7 نفر از فعالان محیط زیست دید برد. هومن جوکار، امیر حسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیاتی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، کاووس سید امامی و عبدالرضا کوپایه از جمله بازداشت شدگان بهمن ماه و اسفند ماه 96 هستند. شماری از بازداشت شدگان سال 96 از مسئولان و همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند و شمار دیگر از آنها با مؤسسه حافظان طبیعت لاوردین همکاری داشتند. از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب میتوان از کاوه مدنی و کاووس سید امامی و فرشید حکی، همچنین برخی کارشناسان محیط زیستی شامل آقای محسن اسلامی نیز اشاره کرد. کاوه مدنی معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و محسن اسلامی با
استادیار دانشگاه و کارشناس آلودگی های زیست محیطی از سمتشان استعفا داده شد و به تبعید خودخواسته رفته. کاووس سید امامی به طرز مشکوکی فوت کرد. قوه قضایی مرگ سید کاووس سید امامی را خودکشی در زندان اعلام کرد، ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کردند. سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سید امامی را مشکوک خواند و رسما از مسئولان حکومت ایران خواست که کالبد شکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه را انجام دهند که متاسفانه هیچ وقت هم انجام نشد. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به موقعیت علمی این فعالان اشاره می‌کنیم و می‌پردازیم که رزومه‌ای که این افرادی که نام بردیم چه بوده و در کجا فعالیت می‌کرد. آقای طاهر قدیریان دانشمند جوان برگزیده سال 2008 یونسکو. خانم نیلوفر بیانی کارشناس دفتر سازمان ملل. آقای هومن جوکار رئیس پروژه بین‌المللی حفاظت از گیوز ایرانی. خانم سپیده کاشانی کارشناس نخبه دانشکده محیط زیست. آقای امیر حسین خالقی فعال برجسته محیط زیست که توانست دامداران مناطق حفاظت شده را راضی کند که دامهای خود را از این مناطق بیرون بکشند. آقای مراد طاهباز تاجر ایرانی دو طبیعتی که سرمایه خود را صرف حفاظت از حیات وحش ایران کرده است. آقای محسن اسلامی کارشناس نخبه شیمی و آلودگی های منابع آبی استادیار دانشگاه که گزارش های کارشناسی مربوط به آثار سوء احداث سد گتفند از جانب ایشان نخستین بار کلیک خورد. و آقای کاوه مدنی دکترای محیط زیست و معاونت کل ریاست محیط زیست ایران. رضا اردکانیان در سمت وزیر نیرو و شخصی است که دیدگاه مدیران ارشد تصمیم گیری در حوزه آب و انرژی را نمایندگی و بازنمایی می‌کند. این موضوعی که دارم میگم در واقع در مال سال 96 هست. می‌خوام ببینیم که اصلا از کجا این جریان فشارها شروع شد و از چه زمانی اصرار خود را به چه دلیل شروع شد. آقای اردکانیان در تمام این ماه‌ها رویکرد سازه‌ای و توسعه‌ای تک‌قطبی و انحصاری وزارت نیرو و با همراهی وزیر کشاورزی آقای محمود حجتی تمام این کارهای وزارت نیرو به اتفاق آقای حجتی پیش می‌بردن. آقای حجتی همون وزیری که در شرایط کم آبی خودکفایی گندم و پروژه‌های توسعه عمرانی کرخه رو پیش بردن. این روند به گروه های مستقل محیط زیست نشان داد که اعتراض و پیشنهادات آنها خطاب به دولت و نگرانی هایشان از بحران محیط زیستی چندان مورد توجه نیست و برای دولت و مجلس توجیه قانونی و اجرایی ندارد. تنها بعد از مدت کوتاهی انتقادهای بسیار تند عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و کاوه مدنی معاون او خطاب به سازمان های مردم نهاد محیط زیست در رسانه ها بحث برانگیز شد. او این گروه را دولت این گروه را باجگیر سیاسی و طلبکار از دولت خطاب کرد و هشدار داد فعالیت آنها را محدود کند. از زمانی که در مهر ماه 96 اعتراض و انتقاد فعالان محیط زیستی به عملکرد سازمان محیط زیست در واگذاری پارک 180 هکتاری پردیسان برای بهسازی به شهرداری تهران بی‌نتیجه ماند تا دعوای لفظی عیسی کلانتری با نمایندگان خوزستان بر سر مشکلات آب و ریزگردهای این استان مدت زیادی طول نکشید. پس از آن بود که خبر نامه محرمانه رئیس سازمان محیط زیست به رئیس جمهوری در فضای رسانه‌ای منتشر شد. عیسی کلانتری در این نامه مدعی شده بود که هم‌اکنون در استان خوزستان مازاد مصرف آب وجود دارد و در صورت صرفه‌جویی می‌توان منابع لازم برای انتقال آب بین حوزه‌ای را فراهم کرد. این در حالی است که بنابر شهادت و نامه‌نگاری‌های قضایی فعالان محیط زیست زاگرس از کمپین بزرگ زاگرس مهربان گرفته تا صدای پای آب و فریاد کارون و حامیان بوالعظیم، مشکل اصلی بحران آب خوزستان از سوء مدیریت و توسعه های بدون در نظر گرفتن آمایش منابع و جغرافیای انسانی و طبیعی نشأت می‌گیرد. بر این فهرست باید اصرار بر ادامه پروژه های منفعت طلبانه وزارت نفت و نیرو در انتقال آب و بیمسئولیت شرکت های سدسازی وابسته به سپاه را هم اضافه کنیم. تو پرانتز بگم که تا امروز پروژه های انتقال آب کارون از سرچشمه های آن از تونل گلاب گرفته تا کوه رنگ 3 بسیاری از لارستانی ها، بختیاری ها و عرب ها را آواره کرده است.
و سرزمین مادری یا بومیشان را در خطر خشکسالی قرار داده. علاوه بر این، زد و بندهای استانداران غیربومی در کردستان با استاندار اصفهان، همچنین کوچک و بی اهمیت خواندن استان کهگیلی بویراحمد در مقابل استان اصفهان توسط مهرعلیزاده استاندار اصفهان، خشم زاگرس نشینان را برانگیخت. اما موضوع دیگر مهمی که کلید خورد بحث مافیای سرداران بود. اعتراض به عملیات‌های به اصطلاح عمرانی اما به واقع بسیار آسیب رسان قرارگاه خاتم الانبیا در استانهای زاگرس و مناطق نفتگیز ایران، این قرارگاه نه تنها اجرای طرح اعتراض برانگیز سد گتفند را بر عهده داشت، بلکه مسئول نهالکاری و ماچ‌پاشی هزاران هکتار زمین و بیش از 20 طرح انتقال آب استان خوزستان. اما این نمونه پروژه ها مربوط به تمام استان ها می شود. گروه های محیط زیستی بودند که خبر دیدار بی سر و صدا و دور از چشم رسانه های میان عیسا کلانتری و استاندار سمنان برای کلید زدن پروژه انتقال آب خزر به بخش مرکزی فلات ایران را منتشر کرد. بالاخره در اولین روزهای بهمن 96 بی توجهی به تمامی انتقادات و خواست های محیط زیستی مردم به اعتراضی مسالمت‌آمیز مقابل ساختمان استانداری خوزستان انجامید. اعتراضی با خواسته های روشن و در مخالفت با تخصیص بودجه برای انتقال آب کارون و همینطور افشاگری در مورد لابی نمایندگان استان برای سکوت در مورد پروژه های انتقال آب. در یک نمونه به گفته ولی داداشی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، برای بستن دهان برخی نمایندگان به پول و رانت متوسل می‌شد. در استان کرمان نیز اعتراض مخالفان پروژه‌های آب انتقال هیلمنرود منجر به لغو سفر روحانی به جازمودیان شد. اعتراض آرام خوزستانی‌ها با حضور تعداد زیادی از لباس شخصی‌ها به خشونت کشید و ویدیوی ضرب و شتم معترضان در کانال تلگرامی گروه‌های متزیستی جنوب ایران منتشر شد. حدود 15 نفر از معترضان بازداشت شدند که اغلب آنها زن بودند. از این میان به نرگس سبت‌پوری اشاره کرد. البته این افراد پس از گذشت یک ماه با جرایم نقدی و حکم قضایی آزاد شدند. اما در صدها کیلومتر آن طرف‌تر در تهران فعالان محیط زیست به این اندازه خوششانس نبودند. گروهی که تا دیروز پروژه های بین‌المللی در حوزه حیات وحش خصوصا یوز ایرانی را پیش می بردن و مجوز فعالیتشان توسط نیروی انتظامی صادر شده بود، در سکوت کامل خبری بازداشت. بنیانگذار این مؤسسه کاووس سید امامی استاد تمام دانشگاه منصادر بود. بازداشت آنها در شرایطی صورت گرفت که انجمن حیات وحش میراث پارسیان همچنان برنامه‌هایش را انجام می‌داد. بعدتر خبر دستگیری جمع 7 نفر فعالان این سازمان توسط حفاظت و اطلاعات سپاه هنوز منتشر نشده بود که خبر خودکشی بنیانگذار این فعال محیط زیستی در زندان جامعه فعالان حوزه متزیست را در شوک بود. درست در همین روزها جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در گفتگو با ایلنا گفت فعال متزیست یکی از متهمان پرونده جاسوسی بود. بازداشت کاوه مدنی و سکوت عیسی کلانتری بر تمام این ابهامات خبری افزود. ناگفته نماند مرتبط کردن این گروه با پروژه‌های انتقال آب در رسانه‌ها، آن هم در حالی که حوزه فعالیت این گروه هیچ ارتباطی به حوزه آب و منابع آبی نداشت، جای پرسش دارد. همزمان با این وقایع نامه‌ای منتشر می‌شود که ابوالفضل کریم‌بیگی نماینده مردم دامغان در دوره‌های سوم و چهارم و رئیس کمیته امنیت آب مجلس در دوره فعلی برای تشکر از کلانتری به او نوشته است. کریم‌بیگی طی این نامه از آقای کلانتری برای موافقت با انتقال آب خزر به سمنان تشکر کرده است. او یکی از سرداران فعال در پروژه‌های عمرانی قرارگاه حمزه سیدالشهدا است. این قرارگاه شمال غرب ایران در کشت و کار در محدوده دریاچه ارومیه و پروژه‌های عمرانی استان آذربایجان غربی و شرقی فعال است. کریم بیگی در آخرین مصاحبه‌اش به عنوان دبیر کمیسیون امنیت در مورد پرونده کاووس سید امامی اعلام می‌کند که انتقال آب حوزه به حوزه از تفکرات این گروه بوده است. به گفته این فرد بحران آب موضوعی بود که بر اساس نقشه سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و با کمک این گروه، یعنی گروه حیات وحش پارسیان، در ایران رقم خورده است. علاوه بر این
در حالی بر نصب دوربین در محلهای مختلف نواحی حفاظت شده سراسر ایران توسط فعالان بازداشت شده محیط‌زیست تاکید می‌شود که در دومین روز اسفند ماه شورای عالی محیط‌زیست به ریاست حسن روحانی پیرامون تجدید نظر در خصوص برخی مناطق حفاظت شده کشور تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا بدون ذکر جزئیات اعلام می‌کند مناطق مذکور مشکلاتی را برای بخش‌های مختلف به وجود آورده. همزمان روزنامه‌نگاران محیط‌زیست احضاریه‌های شفاهی از قوه قضاییه می‌گیرند. افزون بر این، الهه موسوی از محیط‌زیست نویسان روزنامه قانون، فعالان متهم به جاسوسی و همچنین سه فعال حوزه حیات وحش در بندر لنگه در سکوت خبری و بدون روشن بودن محل حبس راهی زندان می‌شود. در چنین شرایطی مرگ 16 نفر از فعالان حوزه محیط‌زیست و کارمندان و بازنشستگان اداره منابع طبیعی و مناطق و جنگلداری در پرواز تهران یاسوج راه را برای زمزمه‌های بیشتر مبنی بر افزایش فشار بر فعالان محیط‌زیست باز می‌کند. در این میان سایتی که مجلس آن را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده با عنوان سایت اماریون اعلام می‌کند که سقوط هواپیمای تهران یاسوج عمدی بوده و برای کشتن 16 مسافر فعال محیط‌زیست متهم به جاسوسی. اما پرسش اینجاست که چطور مجری تمام طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای بدون مطالعه آمایش سرزمین سپاه و وزارتخانه‌های دولتی هستند و اما ایده آن از جاسوسان اسرائیلی؟ چرا به هیچ کدام از خواسته‌های کشاورزان و مهاجران تغییر اقلیم پاسخ داده نمی‌شود و چرا دولت به این بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه‌های محیط‌زیست واکنش نشان نمی‌دهد؟ چه کسانی از این عدم شفاف سازی های خبری و تخصیص بودجه پروژه های پر زرق و برق ولی تو خالی مثل شیرین سازی و انتقال آب دریاها، باربر سازی ابرها و مافیای کشت ده ها هکتار نهال به بهانه مقابله با گرد و خاک سودهای میلیاردی میبرد. در تمام این پروسه آنچه روشن است این که سازمان محیط زیست نه تنها به عنوان مدافعان فعالان این حوزه به معنای حقیقی و حقوقی عمل نکرده، بلکه در مورد موضوعاتی چون انتقال آب، سدسازی، ساخت و ساز منجر به تجاوز به حریم مناطق حفاظت شده، ترویج کشاورزی تراریخته، مجوز پالایشگاه و کارخانه های فولاد و پتروشیمی و غیره به عنوان مدافع و جاده صاف کن در انحصار صاحبان صنایع عمل کرده، ولی مدافعان منابع ملی و سرمایه‌های طبیعی این سرزمین بدون حامی و پشتیبان تحت فشار نهادهای حکومتی قرار دارند. تجمعات این تیکر ما بگذاریم برسیم به قسمتی که اذعان به بیگناهی که از داخل خود افراد داخل خود حکومت در واقع اذعان شده به بیگناهی این افرادی که بازداشت شدن، ولی همچنان این بازداشت تداوم داره و هنوز خیلی از این افراد که اسپرده شد توی زندان هستن متاسفانه. بارها مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان کردن فعالان محیط‌زیستی بی‌گناه هستند و هیچ مدرکی مبنی بر اتهامات مطرح شده علیه آنها وجود ندارد. با وجود این دستگاه‌های امنیتی همچنان با اعمال نفوذ مانع از آزادی آنها می‌شود. در تاریخ 19 اردیبهشت 97 محمود صادقی نماینده سابق تهران در مجلس دهم در توییتی در حساب کاربری خود نوشت که وزیر اطلاعات در دیدار با نمایندگان مجلس صریحاً مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی فعالان محیط‌زیست نیافتند. محمود صادقی چند ماه بعد برای دومین بار در تاریخ 14 بهمن 1397 نوشت بنابر اطلاع رسیده شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط‌زیستی فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در مصاحبه با خبر آنلاین تاکید کرد بازداشت 8 فعال محیط‌زیستی غیرقانونی بوده است. وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده که این افراد هیچ جرم مرتکب نشدند، اما دستگاه اطلاعاتی موازی میگوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.
عیسی کلانتری همچنین اشاره کرد که طبق دستور قوه قضاییه توانایی ورود به این پرونده را ندارد و کاری از عهده او ساخته نیست. اشاره رئیس سازمان محیط زیست به دستگاه اطلاعات موازی سازمان اطلاعات سپاه است. نهادی که در رقابتی تنگاتنگ با وزارت اطلاعات است و در موارد متعددی این رقابت اطلاعاتی به بازداشت افراد بیگناه و حتی اعدام آنها ختم شد. یک نیروی امنیتی سابق هم در گفتگو با انصاف نیوز بر همین رقابت‌های میان دو نهاد اطلاعاتی موجود در کشور اشاره می‌کند و در سخنانش در رابطه با فعالان محیط‌زیستی به صورت تلویحی اشاره می‌کند که اطلاعات سپاه نهاد بازداشت کننده این افراد برخلاف نظر کارشناسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است و با آزادی آنها مخالفت می‌کند. به این ترتیب تداوم حبس 7 فعال محیط‌زیستی ظاهراً نتیجه همین رقابت‌ها مستقل نبودن دستگاه قضایی و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی برای رسیدن به مقاصد خود است. متشکرم که وقت دادیم و گوش دادیم به این پس. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. اگر سوالی داشته باشم دوستان من در کامنتون هستم. من موقع رها ممنونم آقای قزلباش، خیلی لطف کردی. واقعا همیشه این فشار امنیتی و فعالان محیط‌زیست هست. در کل اگه بخوام خلاصه بگم، هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی این تجمعات و هم به خاطر اون اعتراضات و اون فعالان محیط‌زیستی، در واقع برای سیستم، برای همون دولت از لحاظ امنیتی و به لحاظ ژئوپلیتیکی خیلی حساس برانگیزه. این هم به خاطر این هستش که خب ما میدونیم دیگه اغلب نهادهای دولتی و نظامی و حتی همون زیر مجموعه های اونها، همون وزارتخونه ها و حالا هی ریز میشه و میاد به پایین تر، در واقع اینا در مافیای سوء استفاده از منابع طبیعی در کل دست دارن. به خاطر همین این اعتراضات در واقع میتونه در دراز مدت، چون که افشا میشه و اینو رسوا میشن، براشون در واقع خطرساز میشه. به خاطر همین کلن فشار امنیتی بر فعالان محیط‌زیست متأسفانه زیاده، یعنی در واقع یک خطریه برای رژیم به خاطر همین افشاگری ها. و همینطور که اشاره کردید، خب خیلی از کسا رو گرفتن و تو زندان هستن به خاطر اینکه فقط خواستن یه چیزایی رو در واقع افشا کنن دیگه. و حال ممنونم از موضوع سخنرانیتون که خیلی خوب بود. اگر دوستان نظر خاصی در این رابطه دارن بفرمایید که مایک رو براشون آزاد. خب از سخنران بعدی مون خانم فرشته خیام حسینی دعوت میکنم با موضوع فرونشست‌های شهر اصفهان و دلایل. خانم خیام حسینی مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون از همه دوستان، درود مجدد به همه حضار در جلسه و ممنون از سخنرانی خیلی خیلی خوبتون که فقط سرتاسر تأسف و تأثیر و هیچ کاری متاسفانه نمیتونیم واسهشون انجام بدیم. میرسیم به یکی از موضوعاتی که سطر خبرها بود توی ماهای اول سال 1401 در مورد فرونشست های اصفهان. من سخنرانی ما اینجور شروع میکنم که فرونشست به مثابه زلزله خاموش، اصفهان تبدار فرونشست، تا سال 1409 آبی در آبخان باقی نمیمانه. من با اجازتون بیشتر مطلبم روی نوشته میخونم، چون که خیلی نمیخوام اشکالی در گفتارم باشه. این آماری که خدمتتون عرض میکنه عمل هفته های اول سال 1401 هست که با وقوع چند حادثه ریزش زمین در خیابان های شهر اصفهان رخ داده و مدیر کل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در اصفهان آن را تبی میدونه که نشان دهنده خالی شدن آبخان اصفهانه و تا سال 1409 چیزی باقی برای اصفهان، آبی در آبخان باقی نمیمونه. به گزارشی که از خبرنگار اینا از یک ماه گذشته سال 1401 گزارش شده بود، چندین حادثه فرو ریزش زمین بود
که بیشتر مناطق اصفهان را در بر گرفته بود. قبل از همه چیز در مورد شهر اصفهان بگم، شمال شهر اصفهان جز مناطق به اصطلاح پایین شهر اصفهان محسوب میشه و به اصطلاح بهش میگن پایین شهر، و برعکس بقیه شهرها که مثلا شمال بالا شهره، نه، اصفهان پایین شهر محسوب میشه. و این امر که بیشتر قرون 60 ها که گزارش شده در مناطقش جنوبی، یعنی مناطق به اصطلاح مرفع نشینه، بیشتر اون آمارها در بخش خیابان آبادانه دوم و در فاصله چند روز در خیابان چهارراه حکیم نظامی این اتفاق رخ داد. و اتفاقات کم سر و صدا تری در مناطق محروم مثل خیابان‌های زینبیه، امام خمینی و انوشیروان رخ داد که هیچ جا رسانه‌ای نشد جز خبرهای و روزنامه‌های محلی اصفهان. تکرار این حوادث بار دیگر هشدار فرونشست زمین و پیامدهای ویرانگر اون را در اصفهان بر سر زبان‌ها انداخت. توی چه مواقعی؟ توی مواقعی که در قسمت مرفع‌نشین اتفاق افتاد. با اینکه مسئولان همه میان میگن که تمام این فرونشست ها فقط بر اثر فرسودگی و قدمت بالای نیمقرنی خطوط لوله فاضلاب در کران شهر اصفهانه. رضا اسلامی مدیر کل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان گفت هشدارهای جدیتری مطرح میکنیم و این باور که هر دو راهکار که اگر دو راهکار کنترل فرونشست، یعنی جریان دائمی زاینده رو و توقف هر گونه برداشت از چاهای آب اصفهان هر چه زودتر اجرا نشود تا سال 1409 آبی در آبان اصفهان نیست و در کل اصفهانی وجود نخواهد داشت. دشت اصفهان و برخار یک دشت یک پارچه است که اکنون پیشینه یه نرخ نشسته اون در سال 18.5 سانتی‌متره. ببخشید من اینترنت هم چون مشکل پیدا کرد. ببخشید صدای منو دارید؟ من صدا قطع میتصیرم. ممنونم. دشت اصفهان برخار یک دشت پارچه است که اکنون پیشینه نرخ نشست آن در سال 18.5 سانتی‌متره. هرچه در این دشت قرار داشته باشد در بالا یا زیر زمین کم یا زیاد تحت تاثیر فرونشست قرار خواهد داشت. در منطقه های جنوبی ضخامت آبرو کم و حدود 30 تا 40 متره و خاک نیز دانه درشت و ضخامت دانه ریز این خاک بسیار کم. تحکیم خاک نیز بیشتر در رسوبات دانه ریز اتفاق میفته، یعنی در مناطق جنوبی مانند خیابان‌های نظر، آبادانا، شیخ صدوق یا میدان آزادی یا به اصطلاح همون دروازه شیراز، شاید بعضیا به میدان آزادی نشناسن. بیشتر این حد فرونشست ممکنه 1-2 سانتی‌متر باشه، در حالی که در هر قد به سمت شمال شهر بروید ضخامت دانه درشت‌ها کم و ضخامت دانه ریز زیاد میشه. تا به منطقه حبیب آباد برسیم که تقریبا مرکز آبخان اصفهان و به شکلش کاسه ای شده و عمق آبخان در این منطقه به بیشترین اندازه است. در همین منطقه است که حد اکثر نشست 18.5 سانتی‌متر در سال اتفاق افتاده. و به این موضوع توجه کنید که دشت اصفهان یک منطقه با نرخ 2 سانتی‌متری یا بسیار کم فرونشست داریم و یک منطقه دیگر به بیشترین اندازه، یعنی 18.5، یعنی تفاوت از شما تا جنوب بسیار زیاده و این یک فاجعه است. اتفاقی که میفته اینه که انگار از یک سوی کاغذی رو بکشیم و از سوی دیگر یه نیروی کمتری وارد کنیم. در سمتی که نیروی مضاعف وجود داره کشش و ترک ایجاد میشه. در اصطلاح زمین شناسی به این حالت فیشر های میگوید که زیر زمین اتفاق میفته. متاسفانه تمام استاندار و معاون ها و تمام افراد مدیریتی مدیریت
اکتشافات زیرزمین رو به عهده دارن، همش فقط میگن که شرکت آب و فاضلاب و هم که به تاکید بر حرف اونها میگه دلیل این ریزش زمین تنها پوسیدگی لوله های فاضلاب بتونی مربوط 50 سال پیشه. گاز هیدروژن سولفاید موجود در فاضلاب با آب ترکیب شده و اسید سولفوریک تشکیل داده و برای سیمان حالت خوردگی ایجاد کرده و پوسیدگی ایجاد میکنه، در حالی که معتقدیم در خیابان آبادانا بیش از 100 تن خاک ناپدید شده و غیب شده. ولی کارشناس آب فاضلاب میگه این خاک وارد لوله ها شده در حالی که اصلا چنین اتفاقی نمیتونه افتاده باشه. در طول 3-4 ماه که این اتفاق پیش اومده، یک هفته بعد خیابون نظر ریزش کرده، یک ریزش بزرگ و اونجا هم مقدار خاک ناپدید شده. این خاک ها ناپدید میشن، غیب میشن و تنها کاری که میکنن میان اومدن با تانکرهای با ببخشید کمپرسای خاک فقط خاک ریختن. ولی این خاک کجا داره میره؟ اگر هم این گونه فرض کنیم که شاید در این خیابان ها پوسیدگی از لوله های فاضلاب باعث شود، خاک زیادی همراه با فاضلاب وارد لوله ها میشه. این پرسش مطرح میشه که خاک جامده چگونه میتونه حرکت کنه؟ در پاسخی که شرکت آب و فاضلاب اومده گفته فاضلاب این خاک را در خود حل میکنه و با این احتمال که حساب کنید که 5 تا 10 نقطه که پوسیدگی ها اتفاق افتاده خاک در حال جابجا شدن زیر زمین. در این شرایط نباید لوله فاضلاب بسته بشه؟ آیا این موضوع نیست که به فکر هر کسی برسه؟ و این موضوع نیست توجه کنید که هیچ جای شهر مشکل پس‌زدگی فاضلاب وجود نداشته، یا اینکه گاز هیدروژن سولفاید که فوق‌العاده اشتعال آوره و اون مناطق مخصوصا خیابان آبادانا که با بیل مکانیکی کار کردن هیچ گونه انفجاری صورت نگرفته، در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده و بوی بدی هم در منطقه گزارش نشده. اینها موضوع را دچار اشکال میکنه و معتقدیم در زیر لوله های فاضلاب منطقه برخی حفره هایی وجود داره که اکنون به وسیله خاک ها پر شده. یک پرسش دیگه اینجا به وجود میاد، اینکه این لوله های فاضلاب که با شیب چند درجه مثلا 5 درجه در کف زمین چیده میشن تا پساب در اونها در جریان باشه، وقتی که پس از اینکه این نشست ها صورت میگیره این لوله ها تغییر حالت میدن و تقریبا میرسن به 3 تا 4 درجه، پس فاضلاب نمیتونه با اون سرعت قبل حرکت کنه و باز هم هیچ گونه فاضلاب گرفتگی و پس‌زدگی فاضلاب هیچ جا گزارش نشده، مخصوصا در مناطقی که فرونشست ها زیاد بود. همه اینها علامت سوال هایی که مطرح شده و بدون پاسخ مونده. تنها موضوعی که مطرح می کنن اینه که لوله های فاضلابی بتونی مربوط به بیش از 50 سال قبل و این موارد در سالهای گذشته زیاد داشتیم، در حالی که اگه به یاد داشته باشین در خیابان نظر تقاطع خیابان نور با شیخ صدوق 3-4 سال پیش یک فروریزش بسیار بزرگ اتفاق افتاد. نظریه ما این است که وقتی تعدد یک حادثه زیاد می شود باید روی گزینه های دیگر هم فکر کرد. به عبارت دیگر وقتی در عرض 20 روز 3 حادثه فروریزش داشتیم و حتی می توان گفت شاید بیشتر از این رقم بوده که رسانه نشده، چند مورد از آنها را میتونیم به پوسیدگی لوله های فاضلاب ربط بدیم؟ از پاسخ ها برمیاد که برخی مسئولان فکر میکنن در زیر سطح شهر لوله کشی شده، مثلا خانه هایی که سیستم گرمایش از کف دارن به ترتیب لوله ها نشت میکنه و این فروریزش ها اتفاق میفته. اینجا سوال مطرح میشه که به نظر شما سهم فرونشست در این فروریزش ها چقدره؟ نمیتوان این موضوع را منکر شد که فرونشست اکنون جزئی جدا نشدنی از دشت اصفهان بخاره. وقتی بدن یه انسان تب میکنه یا سرماخورده یا با موارد امروزی کرونا گرفته، این یکی از گزینه های جدی که
بدن دچار عفونت شده رو به شکل تب نشون میده و این تب همون فرونشست‌های زمینی که آن را نمیتوان انکار کرد. اگر فرونشست تا داخل شهر اصفهان اومده، حتی اگر کف لوله‌های بتونی که مربوط به پوسیدگی لوله‌ها بدانی، خانه‌های مردم، ایوان‌های پل خواجو، مسجد سید، گرمابه علی‌قلی آقا، ترک‌هایی که روی دو بدنه دیواره خانه‌های آبادانا و برخی مناطق جنوب شهر یا شهرک کاوه و نیروی هوایی ایجاد شده نیز آیا به دلیل پوسیدگی شبکه فاضلابه؟ این تنها نظر برای فرار از توجیه کردن و فرار از پاسخ صحیحه و متاسفانه هیچ کس پاسخ نیست. حالا چرا رو میگن زلزله خاموش؟ چون هیچ صدایی نداره، چون سر صدا نداره. اگه مانند زلزله ناگهان اتفاق بیفته و خانه ها خراب بشه، همه اون درک میکنن، اما فرونشست ها آرام عمل میکنن و این خطرناکتر از زلزله است. چه اقداماتی میشه برای اینها کرد؟ اومدن یک نظری مطرح کردن که تعویض لوله های فاضلاب اعتباری دریافت و مقدار از لوله ها تعویض بشه. فرض کنید با بودجه 200 میلیون یورویی تمام لوله های فاضلاب سطح شهر اصفهان رو عوض کنن، ولی وقتی محاسبه شده که اگر زاینده رود جاری نباشد و همچنان بی‌رحمانه از آبخان برداشته شود، در سال 1409 آبی در منبع نیست که بیرون بکشیم و اگر آبی برای خوردن نباشد، فاضلابی برای تولید نیست. در نتیجه تمدنی نیست و مردم مجبور به مهاجرت میشن. چرا باید همچنان مردم بیشتر احساس خطر کنند؟ در این شرایط کسی که در جنوب شهر ساکنه و خونش 200 میلیارد تومان ارزش داره با کسی که توی حبیب آبا خونش 500 میلیون ارزش داره برابر میشن. وقتی که آبی وجود نباشه، ارزشی برای زندگی توی اون شهر نیست. اگر 20 سال پیش که میگفتن روزی زاینده رود خشک میشه، کسی باور میکرد؟ نه. پس اگر حالا بگیم 1409 آبی در آبخان نیست و اصفهانی نیست، این زمان دیری نیست. سازمان زمین شناسی یک برنامه داشت در سال 1392 که استاندار و معاون عمرانیش همگی از مدیران با سابقه آب بودن و هر دو باید دغدغه آب می داشتن. با اینکه زمان خبری از فرونشست ها به این وسعت نبود، درخواست پایش و انجام مطالعات فرونشست اصفهان را داد و قرار شد با ایجاد 48 دستگاه GPS در دشت اصفهان، نجف آباد، مبارکه و مهیار این مناطق را زیر پوشش قرار دهد. آن زمان سازمان زمین شناسی هم یک ارگان دولتی بود و به استانداری اعلام کرد که ما اعتبار چندانی نداریم. در صورت امکان با جابجایی اعتبار یا صرف جویی یک بودجه 50 میلیون تومانی به این طرح اختصاص دهید تا به بودجه سازمان اضافه بشه. اما با این درخواست موافقت نشد. حتی با 50 میلیون تومان که فقط بتونن 48 دستگاه GPS بذارن موافقت نکردن. اما همون سالها شروع شد به جریان انتقال آب و خشکاندن آبهای جاری. اما با این درخواست که موافقت نشد، در حالی که اگر در سال 92 کار پایش سنجش را شروع کرده بودن، در سال 93 زنگ خطر را اعلام کردند که نشست زمین اصفهان در حال اتفاق افتادن است، چون آن زمان شفاف ها و ترک ها رو نیامده بود. سال 98 با پیگیری های فراوان قرار شد اطلس فرونشست دشت های بحرانی اصفهان را تهیه کنند و این اطلس برای 7 یا 8 دشت کاشان، باتون، خالدآباد، اردستان، اصفهان بخار، نجف آباد، مهیار شمالی، مهیار جنوبی و گلپایگان تهیه شد و عدد و نرخ‌های به دست آمده نشان
نشان داد نرخ فرونشست در دشت اصفهان بخار بسیار بالاست و به بالای 18.5 سانتی متر میرسد. به همین دلیل 27 دستگاه ایستگاه جی پی اس در شمال دشت بخار اصفهان نصب شد. زیرا بیشترین تأسیسات ملی و تراکم جمعیت مانند فرودگاه، بالایشگاه، خطوط انتقال سوخت و برق در شمال اصفهان و همه در این منطقه قرار دارد. 13 دوره داده های این بخش را بررسی کرده. در دوره 13 هم بیش از 6 ماه برداشت داده ها نشان داد که نرخ اولیه فرونشست این منطقه در مقایسه سالهای 98 تا 1400 یعنی یک باز زمانی 2 ساله بسیار تأسف باره و پهنه فرونشست در این مدت بسیار گسترش پیدا کرده. سال 98 به صورت نقطه‌ای بوده ولی متاسفانه در سال 1400 همه به شکل پهنه شده و این یک فاجعه. در سال 92 گفته شد ابنیه تاریخی مانند سیاسه پل در حال نشسته و درخواست نصب ابزار جی پی اس روی این بناها کردن که نیاز به یک بودجه 40 میلیون تومانی داشت اما هیچ ارگانی حاضر به همکاری نشد و این بودجه تامین نشد. مدتی بعد اعلام شد اصفهان روی یک آبخان و دشت در حال فرونشست قرار داده داره و 6 دستگاه جی پی اس دو فرکانسی خریداری و انجام یعنی از 48 دستگاهی که اینها درخواست دادن اینها 2 دستگاه سال 98 دریافت شد که دو فرکانسی باشه و تماما هم اینا نیاز داشتن و 1 میلیارد اعتبار میخواستن اما هیچ کس زیر بار نرفت متاسفانه و حتی 1 ریال کمک نشد ولی کمک‌های استان به این شکل بود که یک عده کارشناس فقط می آوردن اسکان می دادن از تهیه غذا و هزینه های گردشگری برای اونا مهیا کردن ولی هیچ ریال نقدی پرداخت نکردن برای دستگاه‌های جی پی اس متاسفانه و بیشترین هزینه هایی که مثلا تقریبا بین 20 تا 40 میلیون تومان جمع شد که حتی به 100 میلیون هم نرسید خیرین بودن. خیرینی مثل مثلا شرکت خطوط لوله برای کمک به مطالعات کابل‌های جی بی اس و شرکت شهرک‌های صنعتی 16 باتری فولاد مبارکه 1 دستگاه رایانه برای محاسبه 2.5 میلیون تا کمک هایی در حد 20 تا 40 میلیون جمع شد و متاسفانه اینا نتونستن اون هزینه که میخواستن برای دشت برای صحراها و مناطق خطرناک ارائه بدن نتونستن انجام بدن. حالا راهکارهایی که اومدن گفته شده از آنجا که یک پدیده قابل بازگشت به قبل نیست در 2 بخش ساده خلاصه میشه. یکی این که زاینده رود به عنوان اصلی ترین منبع تغذیه کننده این آبخان جریان دائمی داشته باشه. مثل 18 میلیون سال قبل که این جریان دائمی بود و ناگهان در عرض 22 سال و با اجرای طرح‌های انتقال آب از سال 78 خشکی و این خشکی زاینده بود باعث فرونشست زمین شد. از سوی دیگر باید هرچه زودتر برداشت از آبخان به صفر برسد. حدود 3600 حلقه چاه در اصفهان ثبت شده که احتمال میدن خیلی بیشتر از این هم هست ولی اینها ثبت شده و گفتن که باید اینا پلمب بشن و حتی برای آب شرب هم نباید ازش برداشت بشه و هیچ پرگذاری نباید روی حوضه زاینده رود بشه چه بن پروژه باشه چه طرح گلاب که هر دو پرگذاریش روی زاینده رود باید انجام میشه. ولی باز هم فقط میتونیم کلمه متاسفانه رو بگیم که هیچ گونه تأثیری هیچ طرحی نداشته روی این مورد. اینجا به دلیل اینکه اعداد و ارقام خیلی بیان شده از گفتنش صرف نظر میکنم ولی اومده گفته که در سالهای گذشته مثلا حدود
440 میلیون متر مکعب از حوزه کارون به حوزه زاینده رود داده شد. قبل از این اتفاق زاینده رود همراه با 370 هزار هکتار زمین کشاورزی، 20 هزار هکتار شالیزار و تالاب گاوخونی را داشت، اما باز هم مازاد حجم داشته، ولی در حال حاضر بیش از 75% از باغ‌های از فضای سبز باغ شهر اصفهان را از دست دادیم و این برای محیط زیست یک فاجعه است. و تمام گزارش هایی که اومده گزارش شده فقط اومدم دهش گفتن که برداشت از آبخان اصفهان را به پایان برسونیم و تنها راه نجات، کسانی که میگن حل مشکل زاینده رود 10 سال طول میکشه، باید بتونن که 10 سال دیگه اصفهانی نیست که زاینده رود ایجاد بشه. حل مشکل زاینده رود نیاز به عزم ملی داره. اگه اصفهان برای دولت مهم باشه، برای حل این مشکل هزینه کنه. اصفهان همیشه اینطور نبوده. 70% فولاد کشور، 16% برق، 6% لبنیات، بین 60 تا 70% سنگ و مصالح ساختمانی کشور اصفهان تولید میکنه و همیشه رکورد داره. اصفهان اولین استانی بوده که بیشترین مالیات رو به دولت پرداخت کرده، اما حالا که دولت قراره برای اون یک هزینه میلیون دلاری قرار بوده بکنه، میلیون تومانی قرار بوده بکنه، از پرداخت هر گونه هزینه‌ای داره صرف نظر میکنه. اینجا میگن که اگه دولت یا باید اصفهان جز فرزند خودش بدونه، بسازنه، بشناسه و کمکش کنه، و یا باید فرصت نجات شهر رو از دست میده. میرسه به یک موضوع دیگه که جز راه حل هایی که پیشنهاد دادن، باز هم به تغییر شیوه توزیع آب برمیگردن. همه مشکلات ما از مدیریت های غلط وزارت نیروه، چون تصمیم گیری هایی که در این حوزه بر اساس علم و ضابطه نیست و هیچ پیامد طرح ها در حوزه های آبی در نظر گرفته نمیشه، وگرنه اکنون این بلا سر اصفهان متاسفانه نمیومد. ارگان هایی مانند سازمان زمینشناسی کشور، سازمان نقشه برداری، مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، شهرداری اصفهان، همه اعلام کردن که اصفهان در شرایط بحرانی قرار داره و در حال فرونشسته. به عبارت دیگر همه این دستگاه ها مسائل لازم را مطرح کردن و فقط اومدن گفتن که در حال هیچ کس به فکر این نیست که اگه اصفهان نابود بشه 6000 بنای تاریخی که همه بی ثبت ملی شدن دیگه از این و دیگه هیچ نمونه‌ای در جهان از اونها نیست، دیگه ممکن است 10 سال آینده وجود نداشته باشه. متاسفانه به دلیل وجود مطالب زیاد و زمان کمی که وجود داره، من یکی از قسمت های مهم رو بیان می کنم که در مورد گلپایگانه. گلپایگان رکورددار نرخ فرونشست زمین در کشور شده و عددی که براش تا یک ماه نیم گذشته ثبت شده بود عددی بیش از 19 سانتی متر بود و متاسفانه در جایگاه نخستین استان کشور در جایگاه اول قرار داره با فرونشست و بیشترین فرونشست. و تنها راهی که باز هم مطرح میشه جریان داشتن دائمی زاینده روده. امیدواریم که تمام مسئولین و فعالان و بشر و فعالان محیط زیست بتونن این را به گوش جهانیان برسونن و امیدواریم که راهی باشه که جریان حد اقلی زاینده رو را بتونیم داشته باشیم که تمام آمارها و توضیحات لازمش در همه سخنرانی وجود داره. ممنونم که به سخنرانی من گوش دادید و این وقت را به من دادید. من با اجازتون مایک را رها میکنم. ممنونم از شما خانم
حیام و حسینی عزیز، اصلاحی میکنم صدای من کم گرفتم. واسه در مورد اصفهان که بله خب درسته، به طور کلی آبای زیرزمینی یه ستون برای خاک هستن، اینی که همه میدونیم، و علت تمام این فرونشست ها در واقع استفاده بیروی از آبای زیرزمینیه و همینطور به دلیل برداشت بیش از حد چاهای غیر مجاز و همینطور استفاده برداشت چاهای مجاز حتی. خب خشکسالی هم که داشتیم، کمبود بارش هم که داشتیم، یعنی این یکی از دلایل اصلی و پایه‌ای هسته. اما خب این اتفاق فقط متاسفانه تو اصفهان اتفاق نیفتاده. مثلا در تخت جمشید یه فرونشست داشتیم، شهران داشتیم چند سال پیش، در میدان قیام تهران داشتیم، در بیشتر اصل نقاط ایران این فرونشست اتفاق افتاده. این هم فقط به دلیل برداشت بیش از حد آبهای زیرزمینی دیگه و واقعا هیچ کارش هم نمیشه کرد. باز در واقع مدیریت غلط و در واقع سوء مدیریت بخوام بگم، یعنی همش برمیگرده به اون مسئله که متاسفانه اگر که بود این اتفاقا نمیافتاد. و فقط میگم منجر به اصفهان نیست، ما خیلی از این فرونشست‌ها رو دیدیم که الان در تهران داره اتفاق میفته دیگه. حتی گفتن که تخمین زدن که امکان داره آثار باستانی هم به مشکل بر بخوره، امکان داره که این تخریب باعث بشه که اون آثار باستانی هم در از بین بره. و متاسفانه این معضل بزرگیه دیگه، هیچ مدیریتی و کنترل منابع آب نداریم. به هر حال ممنونم از سخنرانی خیلی خوبتون و موضوعی که انتخاب کردید. دوستان اگر که نظری دارن من مایکو رها میکنم. جناب آقای یزدان پناه بفرمایید. خواهش می‌کنم. خسته نباشید خدمت خانم خیام حسینی بابت سخنرانی خوبشون. فقط یه نکته من تعجب میکنم، ببینید شما فرمون جی پی اس، این جی پی اس هایی که میگید برای روی سطح بیشتر است، مثلا صنایع سطح سازی، حالا بس شما نیست، این چیزی که توی اخبار هم حتی گفته میشه، یعنی فریب افکار عمومی در واقع دولت داره انجام میده. و این جی پی اس ها من بعید میدونم بتونه بحث فرونشست زمین که در عمق داره اتفاق میفته رو بتونه پیش بینی بکنه یا حتی بتونه مثلا اعلام کنه که فرضاً اینجا کمتری یا بیشتره، چون این جی پی اس اول به دلایل محدودیت هایی که ایران داره الان دسترسی به ماهواره ها و سایت های مربوطه وجود نداره، بعد برای سطح استفاده میشه. فقط این به نظر من مثلا اون بشقابلمه بود به اسم کرونا یا ساخته بودن، یه جورایی فقط برای فریبه، یعنی آروم کردن مردمه، همون چیزی که گفتین مثل یه بیماریه، فقط میخوان مردم تبشون بخوابه که فشار مسئولی نیارن. بعد باید دونم این جی پی اس ها بتونه چیزی رو پیش بینی کنه در مورد فرونشست زمین. من مایک رو میکنم. ممنون از شما، از آقای یزدان پناه. بله شما درست میفهمید، ولی یه سری جی پی اس هایی هست که از من طبق تجربیاتی که توی شرکتی کار میکردم و با زمین شناسا متوجه شدم، یه سری جی پی اس های دو فرکانسی هست که بیشتر برای حالت همون زمین زلزله ها استفاده میشد و ایران میتونست متاسفانه به این جی پی اس ها دسترسی داشته باشه و میتونسته که یه مقداری با این از فرونشست ها زودتر خبر بده که روی یه سری از مناطق، یه سری از زمین ها متاسفانه شهرکسازی حتی شده و من نتونستم خبرهای موثقش را پیدا کنم و توی گزارش ارائه بدم. و شهرک هایی هستن سمت ملکشهر، شهرک پردیس باشد اسمش، دقیق یادم نیست، ولی زمانی که جی پی اس های دو فرکانسی این مناطق نصب شده بود اخطار دادن که این مناطق برای ساخت و ساز اصلا مناسب نیست، ولی به دلیل اینکه تمام اون منطقه و اون انبوه سازی دست سپاه بود هیچ جا این قضیه گفتن که این یک شایعه است، فقط برای پایین آوردن قیمت زمین و بعد از چند مدت فراموش شد. ولی بله به دلیل نداشتن دسترسی به ماهواره ها و جی پی اس های اصلی نمیتونن اون جی پی اس های خوب داشته باشن. ممنون از دقت.
ممنون از خانم خیام حسینی. دوستان در این مورد اگر نظر خاصی دارید بفرمایید که مایک براتون آزاد بشه. جناب آقای صمد جعفری خواهش میکنم بفرمایید. آقای جعفری مایک براتون آزاده. با سلام مجدد، یکی از مواردی که خیلی به نظر من خیلی مهم هست تو بحث فرونشست ها بحث استفاده از منابع آب زیرزمینی هست که باید مدیریت بشه. حالا مدیریت به شکلی باید باشه که به هر حال این سفره های آب زیرزمینی خیلی ازش استفاده نشه و یا اینکه حداقل اگر که استفاده بشه با یه مدیریت صحیحی جوری باشه که حداقل مثلا برای کشاورزی و اینا استفاده نشه، چون تجربه نشون داده که بیشتر جاهایی که حالا مثلا دریاچه ها هست یا به خاطر کمبارشی هایی که هست دریاچه ها دارن خوش میشن. تو این قضیه دقیقا بحث تو حوزه شیراز هم داره اتفاق میفته، اون خوش شدن دریاچه این نمک اونم به اصطلاح یکی از عواملی هست که باعث شده که بحث فرونشست ها اونجا هم به صورت جدی به اصطلاح داره انجام میشه و به نظر من یکی از بهترین راهکارا همینه که استفاده از سفره های آب زیرزمینی رو محدودش کنن و جایگزینی براش پیدا بکنن. ممنونم از اینکه ما که در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما جناب آقای جعفری. اگر دوستان نظر خاصی در این رابطه دارید بله خانم رضاوند بفرمایید. خواهش می‌کنم در اختیار شماست. خسته نباشید. مرسی از خانم حیام به خاطر موضوع جالبشون. من چون کار کردم یه مدتی اگه خاطرتون باشه روی مسئله یه نکته رو حیفم بد نگم خدمتتون. ببینید تو ارتباط با فرونشست انقدر ما زیاده روی کردیم در و بی توجهی کردیم که ما رتبه چهارم دنیا رو داریم و توی دنیا پنج برابر استاندار دنیا ما فرونشست داریم. یعنی وحشتناکه اگر آمار و عکس‌هاشو بخوایم نشون بدیم براتون. عرضم به حضورتون که علت این که فرونشست در سال 42 دهه 40 حالا خانم خیام بهتر میدونن بعضی از قسمت‌ها زمین‌های محافظت شده ما دشت ممنوعه بودند، یعنی اجازه هیچ کشت و کار و استفاده و برداشت آب از اون دشت ها مجوزی صادر نمیشد براش. جالبه اون زمان ها دشت ممنوعه بودن، بعد این زمان اومدن همون دشت های ممنوعه رو مجاز کردن، مجوزهای بی خود دادن، باغهای سیب کاشتن، مجوزهای در واقع چاه داده شد به خاطر همون کسانی که حالا دور و برشون بودن و آقازاده بودن یا هر کسی براشون اهمیتی نداشت، درش میخواست دور دریاچه مثلا فرض کنید ارومیه درش میخواست باغ سیب بزنه، 500 حلقه چاه در جایی که دشت ممنوع است مجوزش داده شده. این فاجعه رو ببینید. حالا فرونشست فقط من حیف اومد بگم چه اتفاقی میفته براتون. آقای برومن فرمودن دنبال یه راهی باشین، درسته آقای برومن؟ فرونشست یعنی این که زمانی که اون آبهای زیرزمینی استفاده میشه ازش به مدت 2 سال اون زیر خالی میشه، زیر زمین تو آبها استفاده شده، تا 2 سال زمین تحمل میکنه. زمانی که این 2 سال گذشت تقریبا این میشینه، زمین فرونشست میکنه اینها و این رو دیگه شما با هیچ چیزی نمیتونه جبرانش کنید، نه با بارون سیلاب هم بذارید دیگه جبران نمیشه، چون اون مثل یک سیمان عمل میکنه، در واقع غیر قابل کاشت و برداشت و زندگی میشه. در واقع اینجور بهتون بگم اگر هیچ همه چی گل و بلبل بشه، هممون بیا محیط زیستمونم همیشه مثل آلمان بارون بباره اینجا، دیگه اون دشت قابل استفاده نخواهد بود، فاجعه است. بنابراین از قبل باید پیش بینی کنیم که واقعا این دشت های ممنوع ما زیاد بشه، نفس بدیم، تنفس بدیم به این قسمت ها، واقعا باید این مسئله جلوشو بگیریم و سیستم های جدیدی که برای استفاده حالا ذخیره آب ها توی سیلاب ها اینها اتفاق میفته راهی براش پیدا بشه. ممنون، حیف اومد این قسمت رو نگم. مرسی و مایک رو رها میکنم.
ممنونم از توضیحات خیلی خوبتون، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید خانم رضوان، تشکر میکنم. خانم خیام دستشون بالا است، بفرمایید. بهش ما در اختیار شماست. ممنون. بله درست میفهمم. من اتفاقا همین مسائل توی سخنرانی بود ولی به دلیل کم بوده وقت بیان نکردم. و چیزی که هست گفته بودن که خیلی جاها اصلا باید کشاورزی قطع بشه دیگه، یعنی توی اون مناطق که فرمودن دشت ممنوعه واقعا هیچ کشاورزی نباید باشه، ولی در عوض دقیقا توی همون مناطق تقریبا 23% افزایش باغ‌ها و زمینزایی داشتن به اصطلاح، و خود همین باز یک فاجعه خیلی بزرگیه. چیزی که باید به صفر میرسیده تازه افزایش هم داشته، و متاسفانه این فرونشست ها کاری با زمینه، حالا من اصفهان رو در نظر داشتم، کرده که اگر خودداری نکرده توان اصفهان نسبت به زلزله جوری شده که یه 3.5 تا 4 ریشتر زلزله در اصفهان تخریبی برابر بین 6 تا 7% 7 ریشتری داره، و برای و این موضوع برای تمام مناطق، یعنی شهرهایی مثل تبریز و یا مناطق از تهران که روی گسل هستن، همه اینها دارن با هم تقریبا برابری میکنن، و متاسفانه این آماریه که بیشتر دانشجوهای زمینشناسی و یا دانشجوهای دکترا دارن روش تحقیق میکنن و چیزی نیست که به مسئولین از زبان مسئولین بیان شده باشه. ممنونم از شما. ممنون از خانم خیام حسینی عزیز به نکات خوبی که اشاره کرد. دوستان اگر نکته نظری دارید میتونید با ما به اشتراک بذارید، اگر که نه خب میریم سراغ بحث آزاد با موضوع پلاستیک قاتل طبیعت، که در واقع 3 جولای مصادف با 12 تیر رو روز جهانی بدون کیسه پلاستیک نامگذاری کردن، که در واقع این رویداد تشویق میکنه مردم رو به اینکه کمتر کیسه پلاستیکی یا محصولات که از این نوع مشتق میشه رو استفاده کنن. تقریبا ما یه محصولی داریم در واقع، حالا نمیدونم دوستان ببینن نه، به نام پت. پت در واقع هم پلاستیک یا پلی‌اتیلن هستش که بیشتر توی صنعت مواد غذایی برای بسته‌بندی استفاده میشه، مثل همین بطری نوشابه و آب معدنی و اینها هستش، که در واقع اینها عمرش در طبیعت 50 تا 300 سال تخمین زدن، که متاسفانه باعث آلودگی محیط زیست شده به شدت، و ایران هم یکی از 10 کشور نخست دنیا است که متاسفانه مصرف پلاستیکش خیلی زیاده، مخصوصا کیسه‌های پلاستیکی که برای مصرف روزانه حالا یا خرید و اینا استفاده می‌کنن، که خب این وارد چرخه محیط زیست میشه و قطعا به محیط زیست 100% آسیب میزنه، مخصوصا به حالا موجوداتی که حالا تو اقیانوس ها هستن، دریا ها هستن، اونا رو مصرف میکنن و خودش باعث بیماری میشه. حالا در واقع میخوام بدونیم که راهکار چیه، واقعا دوستان میتونن مشارکت کنن، واقعا راهکاری هم وجود داره برای اینکه بتونیم حافظ محیط زیست بشیم، حفظ کنیم محیط زیستمون رو از این مواد پلاستیکی. جناب آقای جعفری، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام و مجدد. بله همونجوری که فرمودین پلاستیک تقریبا نزدیک به 400 سال طول میکشه تا تجزیه بشه، و حتی همون تجزیه شدنش هم باز تو به اصطلاح طبیعت خودش یه سری مشکلات و دردسرایی ایجاد میکنه. به نظر من حالا یه چند تا راهکار هست که
میشه به عنوان راهکار ازش استفاده کرد. مهمتر از همه این به اصطلاح چیزایی که میخوام عرض کنم خدمتون، کسانی به عنوان مسئول انتخاب بشن که واقعا تخصص کافی و وافی رو تو این زمینه داشته باشن و اینا به اصطلاح میتونن با یه برنامه‌ریزی مثلا 5 ساله یا 10 ساله یه کاری بکنن که یواش یواش این به اصطلاح بحث پلاستیک از استفاده از به اصطلاح از دسترس خارج بشه و جایگزین بشه، جایگزینش مواد قابل بازیافتی مثل کاغذ و این چیزا باشه. یکی به اصطلاح بحث آموزش هم معمولا باید به صورت اینجوری باشه که به نظر من از مدارس شروع بشه، استفاده از مواد پلاستیکی که به اصطلاح قابل بازیافت باشه بشه به اصطلاح بازیافتش کرد، جایگزین کردنش همونجوری که گفتم جایگزین کردن مواد کاغذی به جای مواد پلاستیکی و اینکه پلاستیک به اصطلاح سوزونده نشه، جمع‌آوری بشه و اگر امکانش باشه به اصطلاح بازیافت بشه. ممنونم از اینکه ما که در اختیار من قرار دادید. ممنونم از شما جناب آقای جعفری. راستش من با موضوع آموزش یکم مخالفم در این زمینه، یعنی مخالفتم از این جهته که همیشه من میگم بچه‌ها قبل از اینکه وارد حوزه آموزشی و آموزش پرورش بشن اول تو خانواده هستن، یعنی به هر حال از 1 سالگی بچه مدرسه نمیره یا مهدکوله، اول باید تو خانواده آموزش داده بشه که قطعا آموزش داده میشه. چطور یه بچه مثلا میاد حالا یه بستنی رو تو خونش میخوره، هیچ وقت آشغال اون رو نمیندازه زمین بستنیش رو بخوره، این حتما بهش گوشزد میشه و به طور ناخودآگاه این رو میدونه. این به نظر من یه خورده برمیگرده به این که درک کمتری از محیط زیست دارن، چون واقعا همونجوری که خونه این در واقع محیط خونه رو آدم میخواد تمیز نگه داره، آشغالش رو نمیریزه وسط زمین یا تو پذیرایی تو اتاق خوابش، این میتونه محیط زیستش هم محیطی که داره در واقع زندگی میکنه توش فرقی نمیکنه، اینم همونه. پس ناخودآگاه بچه‌ها تا 6 سالگی پدر مادرها قطعاً حتی شده به جد اینو بهشون آموزش دادن، ولی این آموزشی که حالا تو محیط زیست میاد، من همیشه اینو میگم چطور یه آدمی که با خودش مثلا میره کوه یه بسته آب معدنی رو میبره، چیپس میبره، یه سری تنقلات رو به اون سنگینی حمل میکنه، میبره استفاده میکنه، وقتی خالی میشه و سبک میشه اونو با خودش بر نمیگردونه، یعنی اون چیزی رو که میخواسته استفادهشو برده، حالا آشغالش رو دوست داره بندازه دور. بعد از اونجا هم که همه شاکی هستن، هیچ وقت توی ایران جای بکر وجود نداره، اصلا بکر که حالا هیچی، یه مثلا کنار حالا ما میگیم مثلا اطراف تهران درکه یا همون دربند کنار یه رودخونه‌ش که آدم میخواست بشینه واقعا زباله‌دونی بود، یعنی ما خودمون این در واقع درک رو نداریم که این محیطیه که ما خودمون داریم ازش استفاده میکنیم، مثل خونه ماست. این آموزش قطعا تا 6 سالگی داده شده. من واقعا فکر میکنم یک وقتایی باید یه جریمه های سنگینی باشه تا آدم شرطی بشن واقعا این حرکت، یعنی این من دیدم گاهن پدر مادرها حالا بچه دستش یه دونه کیکی چیزی هستش آشغالش شو، یعنی میکنه جلوی بچه میندازه زمین یا بهش میگه بنداز زمین و اونو بخور، یعنی دیگه من نمیدونم واقعا این، ولی همون آدمه تو خونه اجازه نداره اون بچه این کارو بکنه، یعنی یکم مسئله خودخواهی هم اینجا دخیل میشه که آدم اهمیتی نده به اون فضایی که داره زندگی میکنه. البته به نظر من چون من روی این قضیه خیلی حساس هستم، روی آشغال انداختن رو زمین که یه چیز خیلی مبتدیه که همه واقعا باید بدونه. من مایک رو میذارم در اختیار آقای برومند، بفهمید مایک در اختیار شماست. با سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز. ببینید در زمینه پلاستیک و مصرف پلاستیک اولین موضوعی که مهمه افزایش جمعیت، خب وقتی جمعیت زیاد میشه تقاضا برای مصرف بالا میره، برای غذا بالا میره و خب متاسفانه خیلی از
آب معدنی ها نوشیدنی ها همه شد ظروف پلاستیکی هست و این ظروف پلاستیکی بیشترین آسیب رو داره به مملکت وارد میکنه، در واقع به کل کره زمین وارد میکنه، فقط موزل ایران هم نیست. ولی من این مسئله که میخواستم بگم، حالا مصرف بالا یه طرفه، یه طرف مدیریت پسماند اینو هستش. ببینید ما توی همین اروپا که شما هستید میبینید که الان بطری ها رو ما میدیم و فاند میگیریم، پولشو برمیگردیم. ما تو ایران ما دستگاه های زباله سوز برای بیمارستان ها داریم، بیمارستان ها موظف شدن چندین سالی که موظف این دستگاه های بسیار گران قیمتی بگیرن که دستگاه های زباله سوز چه دستگاه های پسماند های مال بیمارستانی رو میگیرن و این زباله های بیمارستانی رو اینا حتی مدل های جدیدش هست که تبدیل به کود هایی میکنن که اینا کودها رو میتونن برای گیاهان استفاده بکنن. یعنی تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده، ولی متاسفانه تو ایران میبینید که این دستگاهی که فاند بخوان بگیرن یا بخوان نوشابه ها رو این پلاستیک ها رو برگردونن ما نداریم، و اونم دلیلش اینه که خیلی از این شرکت هایی که دارن اینا رو تولید میکنن وابسته به همون دوستان ما در سپاه هستن و اینا نمیخوان اصلا این دستگاه، این قضیه فاند و برگشت این پسماندها رو، اینا اصلا براشون مهم نیست. یعنی هر چقدر شما مصرف بره بالا براشون پول بیشتری براشون داره، و این خیلی جای تعجبه که ما توی بیمارستان ها میبینیم که تکنولوژی خیلی پیشرفته ای که این تجهیزات هست داریم، ولی برای مثلا یه دونه بطری نوشابه ما هنوز موزل داریم که این مصرف رو، یعنی نمیتونیم از پسماندهای پلاستیکی استفاده کنیم و اونا رو دوباره برگردونیم توی چرخه تولید. من مایک رو رها میکنم. بله دقیقاً همینطوری که فرمودید جناب آقای یزدان پناه، بفرمایید من در اختیار شماست. عذرخواهی میکنم، اول آقای قزلباش دستشون بالا بود، بعد قبل از همه ما خانم خیام حسینی بودن. من بعد از ایشون صحبت میکنم. اشکال نداره، من چون به شرمنده چون من داشتم صحبت میکنم متوجه نشدم به نوبت. عذرخواهی میکنم. منم عذرخواهی میکنم از آقای قزلباش و خانم خیام حسینی. ببینید ببین اون چیزی که ترمن آیه برومت اصل مطلب رو ادا کردن در خصوص این، همچنین شما نکته خوبی اشاره کردیم، گفتیم که آموزش کافی نیست. به نظر من آموزش باید نوعش رو عوض کرد، نه اینکه بیان بگیم زباله پلاستیکی بده، بگیم چجوری بازیافتش کنه. همونجور آیه برومت بهش اشاره داشته، ما نمیتونیم پلاستیک از زندگی روزمرهمون حذف کنیم. شما به این گوشی که تو دستتون هست فقط نگاه کنید، یک سوم جدول مندلیف تو همین گوشی خلاصه شده. خب اینا همش براش هزینه شده، یعنی محیط زیست از بین رفته تا این گوشی رسیده به دست من، این تلفن همراه رسیده دست من. پس من باید فرهنگ بازیافت اینو یاد بگیرم، این که بخوام خدا محدود کنم بگم استفاده نکنم، این یک جمله همونطور خودتون ان شاء الله شستم، یه چیز غیر ممکنه، نمیشه نسل امروزی رو قانع کرد که استفاده نکنم. نهایتش میگه چرا خودت استفاده کردی. بعد یه مسئله در خصوص پلاستیکا است. پلاستیکا تأثیری که میذارن حتی باهکار بود. حالا من تأثیری که پلاستیکا در آینده در دنیای ما خواهند گذاشت، ما میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. پلاستیکای درشت و ریز. پلاستیکای درشت پلاستیکایی هستن که با چشم قابل رویت هستن، حسابشون ماکرو گفته میشن. پلاستیکای ریز یا همون میکرو، خب که امروز متاسفانه حتی توی بافت بدن موجودات زنده هم نفوذ کردن و این اثبات شده که درون بافت موجودات زنده، درون موش‌هایی که توی آزمایشگاه بودن، تونستن پلاستیکای میکرو رو پیدا کنن. و این تأثیری که خواهد گذاشت اینه که این پلاستیکا در جاهایی که نباید باشن ذخیره میشن و بعدها با تجزیه شدن تغییر پی‌اش ایجاد میکنن توی حالا صد اعماق اقیانوس، توی اعماق خاک، یا هر جایی که به طور ناخواسته اونجا دفن شدن، و این باعث میشه که بعداً ما یه سری عوامل غیر قابل کنترل داشته باشیم، مثل اینکه مثلا یهو ببینید زاد و ولد یه گونه از ماهی ممکن ما کلا منقرض بشه. چرا؟ چون تغییر پی‌اش عاملش بود. همون چیزی که تخریب امروز ما بهش میگیم فرونشست زمین، که اصلا قابل پیش بینی نیست. یعنی اینم یکی از اتفاقاتی بود که میشد جلوش گرفت. اس پلاستیک هم یه چیزی شبیه همون، یه بحران شبیه همون ایجاد میکنه، شاید هم بدتر. من مایک رو رها میکنم، ممنون از وقتی که من دادم. ممنونم آقای یزدان پناه از توضیحاتتون. آقای که از ارباش بفهمید، مایک در اختیار شماست. من سلام مجدد عرض میکنم به دوستان. خیلی مختصر بگم یک نکته راجع به پلاستیک. اتفاقا داشتم چند وقت پیش یک موضوع رو میخوندم، جالب بود برای من که بی ارتباط هم نیست با این موضوع پلاستیک. در فکر میکنم دهه 70 میلادی
نخستین بار راجبه کیسه های پلاستیکی بخوام صحبت بکنیم، کیسه که باش میرن خرید و مسائل خرید ها رو در واسه اون رو قرار میدن. مخترع اولیه این کیسه ها در سال در اون سال در واقع به هدف کمک به محیط زیست اتفاق این کیسه رو اختراع کرد و وارد بازار کرد. از اونجایی که کیسه های مقوای کاغذی کمتر استفاده شد، درختان کمتری در واقع بریده بشن برای مصادف اونها و بعد روی اونم کیسه های پلاستیکی وش در واقع رواج پیدا کرد تا جایی که الان هستیم و خودش شده یک موزل مجددا. به نظر من در ادامه صحبت های یزدان پناه، من نظرم اینه که هم فرهنگ هم آموزش هم بازیافت و هم تا حدودی در واقع تغییر رویکرد خود ماها در واقع مثلا کیسه های پارچه‌ای رو به جای کیسه های پلاستیکی آدم بتونه الان استفاده بکنه، یعنی هر کس از خودش در واقع بتونه شروع بکنه و این کم کم رواج پیدا بکنه در کل و در واقع اون آموزش هم بی تاثیر نیست و جایگزینش بشه، حداقل جایگزین کیسه های پارچه‌ای با پلاستیکی تا حدود زیادی تونه استفاده بشه. کمک بکنه. ممنون از زمانی که من دادین. ممنون رو هم کنم. ممنون از شما. من ببخش دوست خواهیم کنم، من نمیدونم خانم رضاوند زودتر دست رو بلند کردن یا خانم جهانبی. فرق نداره برای من باز کردن. مرسی، ممنونم. در مورد مسئله پلاستیک یکی از دوستان هم اشاره کردن که متاسفانه توی ایران جز کشورهای پیشتاز هستیم. شاید علتش این باشه که خب پلاستیک از مشتقات نفت خام درست میشه و خب کشور ایران کشوری هستش که از بابت نفت غنی هستش و به هر حال این تولید پلاستیک باعث میشه که خیلی سریع‌تر اتفاق بیفته. یه چند تا نکته هست که سعی میکنم خیلی تیتروار بگم توی این زمان محدودی که دارم. این بحث زمان تجزیه پلاستیک خیلی متفاوت مطرح میشه. بعضیا میگن 100 تا 1000 سال، بعضیا میگن 250 سال تا 500 سال، بعضیا میگن 3000 سال. یعنی من خودم هم مطالبی که میخونم واقعا متفاوته. شاید جالب ترین مطلبی که خوندم این بود که اون کارشناسا نوشته بودن که ما هنوز خودمون هم نمیدونیم دقیقاً چقدر طول میکشه که این تجزیه اتفاق بیفته. در نتیجه این آمار و ارقامی که در خصوص زمان تجزیه پلاستیک ارائه میشه خیلی قطعی نیست. اما خب مسئله‌ای که هستش اینه که خب خیلی زمانبر هستش و پلاستیک علاوه بر آلودگی که برای خاک و آب‌های سطحی و حتی بدن جانوران و انسان‌ها داره، باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی هم در دراز مدت میشه که این یکی از در واقع میتونیم بگیم فجایعی هستش که در آینده برامون مشکل ساز میشه. یه مسئله که هستش اینه که پلاستیک خب خیلی محصول ارزونیه، هم تولیدش کم هزینه است، همین که خیلی به وفور در دسترس هست. دیدید که حتی میوه فروشی هم میخوایم بدیم خیلی راحت بریم در واقع خیلی راحتی پلاستیک بهمون میده، میگه مثلا سبزی و سیب زمینی و هر چیزی میخوای بردار ببر. یعنی انقدر این کالا ارزون و کم هزینه است و انقدر به راحتی در دسترس هم است. اما شاید اگر که این کالا تبدیل بشه، در واقع پلاستیک تبدیل بشه به یک وسیله گرانتر که مردم مجبور بشن به خاطرش پول بدن، شاید این اتفاق نیفته و خیلی از کشورها دارن این کار رو انجام میدن. یعنی شما وقتی که میری یه مغازه پلاستیک باید از اون مغازه دار بگیری، اون پلاستیک رو به شما میفروشه، حالا بر اساس با مبلغ خیلی کم، خیلی ناچیز. اما همینی که مشتری یا شهروند مجبور بشه بابت اون پلاستیک پول بده، باعث میشه که به هر حال یه مقداری به خودش بیاد لااقل از اون پلاستیک دو سه بار استفاده کنه. یا یه راهکاری که خیلی ها انجام میدن، من خودم هم این عادت رو دارم، استفاده از کیسه های پارچه‌ای هستش، حتی کاغذی هم نه. ما از نظر تولید کاغذ و بازیافت کاغذ هم مشکل داریم. به هر حال اگر حتی کیسه کاغذی هم استفاده کنید، پره پرش دوبار بتونید استفاده کنید، بعدش اونم باید بندازین توی آشغال و اونم پروسه تولید و مصرفش خیلی هزینه داره و برای محیط زیست هم مناسب نیست. اما کیسه پارچه‌ای به هر حال شما میتونی ازش چندین بار استفاده کنی، بشوری، همیشه همراهت باشه و این یکی از راهکارهایی هستش که کمک میکنه. یه مسئله دیگه که به عنوان موضوع آخر عرض میکنم خدمتتون، الان که تابستونه یه چیزی که خیلی واقعا
ناراحت کننده است این استفاده از بطری های آبای آشامیدنی پلاستیکیه. یعنی من همینطوری تو خیابون میرم میبینم طرف نصف آب خورده بطری رو گذاشته یه جا، یا خیلی راحت رها میکنن اینا رو، در صورتی که خیلی راحت میتونه این بطری رو، حالا درسته اگر که اون آب رو دوباره بخواد فریز کنه خیلی بهداشتی نیست، ولی لااقل میتونه از اون کیسه دوباره استفاده کنه، اون آب رو توی یخچال بذاره. به هر حال اون بطری آب رو اینجوری توی محیط زیست به این راحتی رها کردنش واقعا خیلی آزاردهنده است. برای همین حالا امیدوارم هر کسی که صدای ما رو میشنوه لااقل توی این فصل گرما و تابستون یه مقداری این قضیه رو در نظر داشته باشن که انقدر تندوتون از این بطری پلاستیکی آبای آشامیدنی استفاده نکنن و رها نکنن توی محیط زیست. مرسی، میکروفون در اختیارتون. ممنونم از خانم روزا جهانبین، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. من از خانم رضاوان خواهش میکنم که برای ما در اختیارتون. خب خیلی ممنون دوستان، بیشتر موارد رو فرمودن، درستم هست. من از یه جهت دیگه میخوام بررسیش کنم. ببینید تو تمام دنیای مازر وجود داره، فقط ایران نیست. یعنی تو دقیقه میلیون ها تون زبال در واقع پلاستیک تو داره در جهان رها میشه. منتها مشکل ما ایران اینه که خوشبختانه یا متاسفانه ما بدبختی اون، البته ایران از اینه که نفت داریم، از هر جهتی نگاه کنی که از بدبختی ما اینه که ثروتی به اسم نفت داریم. خانم جهانبین درست میفرمایند پلاستیک ارزونه، اما کجا ارزونه؟ در ایران ارزونه، تو تمام دنیا گرونه، چون ما نفت داریم، پتروشیمی داریم، خیلی راحت. الان شما هر جا برید پلاستیکی که بهتون بده ارزون تره، اما تو کشورهای دیگه من برید یه کیسه پلاستیکی بخواید، جنس پلاستیکی بخواید بخری، گرون تره، گرونه. یعنی من اول هم تعجب میکردم چرا انقدر اینجا پلاستیک گرونه. بابا پلاستیکه، حواسم نبود که این ماییم که چون مواد خام اولیه‌اش رو داریم که در اختیارمونه. و مسئله دوم، مشکل دیگه که ایران نسبت کشورهای دیگه داره و همین دلیل هم فرهنگش رو نداریم. خانم آقا بگی درست فرمودن. ولی اینکه گفتن که با آموزش مشکل داره، ما از بچگی یادمون میدیم چون خودمون با خونه رو تمیز کنیم، نه به اینکه یادش بدیم محیط زیست مواظب، چون مادر با خونه رو تمیز کنه بچه حق نداره آشغال بریزه تو خونه، من بعد پدرم در بیاد دوباره خونه رو تمیز کنم، به این دلیله. ولی بهش یاد نمیدی شما موظفی محیط زیست تو چه تو خونه چه تو کوچه این کار رو بکنی، این مادر اینو یاد نمیده بهش. بنابراین اون آموزش لازمه، نه تنها برای اون بچه، برای اون مادر، برای اون پدر. آدمی که سیگار میکشه تو کوچه، ببین چقدر خیابونا همه پر از سیگاره، آیا اونها تو خونهشون هم میریزن؟ نگاه میکنه انقدر شیک مرتبن دفتر اتاقشون، ولی سیگارشو میندازه تو. بنابراین یکی از دوستان فرمودن جریمه هایی که میکنه الان انگلستان، کسی که سیگارشو بندازه تو خیابون جریمه سنگین میشه، حتی ممکن کسایی که اگه خارجی هم باشه حتی اقامتش تاثیر بذاره. تو سنگاپور اگر آب دهن تو خیابون بندازه شما جریمه سنگین میشید. اینا اونایی چیزایی که فرهنگ سازیه، تو کشور ما فعلا نیستش. آقای برومن فرمودن که از کاغذ استفاده کنیم، خوبه، اما کاغذ مستلزمه اینه که ما دوباره جنگل‌ها رو نابود کنیم، چوب بیشتر مصرف کنیم که اونم خودش یه معضل دیگه‌ای به وجود میاره. صحبتی که من چند وقت پیش تو آلمان شنیدم صحبت شد، گفتن چرا برنگردیم به خیلی از سیستم‌های قدیمی؟ ما برای راحتی کار خیلی سیستم‌ها به وجود آوردیم، بدبختی بیشتری برای خودمون به وجود آوردیم. سیستم قدیمی کیلویی خرید می‌کردن، ظرف می‌برد، آقا من 1 کیلو پنیر می‌خوام، ظرف میبرد من 1 کیلو پسته میخوام، نمیدونم چیزای مختلف، نه ظرف میبردن به این شکل. یکی این مورد، و دومی مورد که خانم جمال بینم درست گفتن، کیسه ها رو وقتی که کیسه رو بفروشند، چون تو ایرانی مشکل هست چون ارزونه در اختیار راحت قرار میگیره دیگه فروشش بکنن. اینجا ما کیسه های پارچه ای استفاده میکنیم، همه هم تو کیفمون یک کیسه پارچه ای هست، اگرم اصرار دارم یادم رفته به هر دلیل مجبورم پولی بدم و اون رو نگه دارم، همه تو خونه ها اینجا کیسه دارن، نگه دورم نمیدازن که از همون استفاده کنن. اینا مواردی بود که میخواستم بگم خدمتتون که میشه از این راهکارها استفاده کرد، ولی مهمترینش همون مردم هستند. و اینکه بسته‌بندی‌ها، تو اون بسته‌بندی‌ها هم عرض کردم اگر خیلی از پلاستیک استفاده نشه به صورت باز باشه، مردم مطمئن باش وقتی باز باشه بسته‌بندی نباشه مردم خرید میکنن. و اینکه یه سیستمی هم، یه برنامه هست روی تلویزیون، من اینم سریع بگم وقت زیاد نگیرم، یه آقای اومد توی برنامه سرمایه‌گذاری بود، یه موردی رو در واقع میشه گفت نمیدونم اختراع گفت چه اسمشو گذاشت، که از یه سرمایه‌گذاری خواسته بود که حمایتش کنه، از برگ و موارد این شکلی اومده بود مثل
بستنی خوردید دیگه، نون بستنی رو همراهش، بعد از اینکه بستنی رو خوردید نونش هم میخورید. از اینجور بسته بندی ها استفاده کرده بود، بعد شما اون بسته رو میتونستید استفاده کنید یا به عنوان ظرف یا به عنوان چیزی استفاده کنید. خیلی راهکارها هست، منتها اگر اینایی که مافیای پلاستیک و پول اینا برای شما منفعتشون اجازه بده خیلی کارا میشه کرد، ولی مهمترینشون فرهنگ سازی است. ممنونم، ما رو رها میکنم. ممنونم از خانم رضاوند عزیز، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. راستش منم موافقم با اینکه پلاستیک خیلی ارزونه، یعنی در واقع این موافقم با اینکه فروشی باشه و گرون، چون این در واقع باعث میشه که اون طرف اون پولی رو که میخواد بده اون پلاستیک رو نگه داره، حداقل برای دفعات مختلف. مثلا یه کیسه که حالا میره از فروشگاه میخره به دفعات مختلف از اون استفاده کنه. کماکان من خودم میبینم که تو آلمان واقعا همچین چیزی هست، ولی خب متاسفانه تو ایران انقدر که ارزونه، همه وقتی که حالا یه سه لوازم همین مواد غذایی رو میرن میخرن، اندازه یه کوه کیسه ها رو جمع میکنن، خیلی راحت میندازن تو زباله دونی و استفاده نمیکنن. این که واقعا قیمت داشته باشه واقعا خیلی خوبه. و یکی اینکه سطح آگاهی شخصی هر کسی اگه به نظر من به یه حدی برسه که یه درک صحیح، یعنی یه درک عمیق واقعا از محیط زیست داشته باشه که این محیط مثلا از لحاظ روحی، انرژیایی، از لحاظ هر چیزی که بخوام بگم واقعا شاید جاش تو این زمان و ساعت نباشه، انقدر تأثیر گذاره تو زندگی آدما، از بودهای دیگه هم که بخوایم نگاه کنیم واقعا این درک رو داشته باشن که چقدر مهمه دلسوزانه بهش نگاه کنن، واقعا یک بگم حالا ته سیگارشون هم دلشون نمیاد روی زمین بندازن. این خیلی مهمه به نظر من، این بالا بردن سطح آگاهی خودمون و اینکه فکر کنیم که این محیطیه که واقعا ما توش زندگی میکنیم و چقدر به ما آرامش میده خیلی مهمه که مراقب حالا رفتارمون حداقل باشیم که این اتفاقا نیفته. که این خیلی مهمه که حالا هر کسی آب معدنی رو میخوره ول میکنه تو طبیعت و تو این، حالا به غیر از بحث بازیافتش و اینا، همین چیزای ابتدایی هم تو ایران ما هنوز درگیرش هستیم. خیلی جاها که میریم میشینیم مثلا زباله دونیه، حالا تا اونو جمع شه و بازیافت شه یه چیزی، ولی خب متاسفانه این اتفاقا میفته. و از طرف دیگه خیلی آلوده شده اقیانوسا و آبها و این مواد در واقع جانداران دریایی از این پلاستیکا استفاده میکنن، چون اینا فکر میکنن که یه ماهیای ژله‌ای هستن، در واقع موجودات ژله‌ای دریایی هستن که اینا استفاده میکنن میخورن و بدنشون میکروپلاستیک داره و این میکروپلاستیک رو تخمین زنن که 100% برای بدن انسان مضره. یعنی همون ماهی که ما میخوایم استفاده کنیم متاسفانه مواد شیمیایی داره. به هر حال امیدوارم که بتونیم که حافظ مونتیسیست باشیم به نظر احسن و شایسته. دوستان اگر که نظر خاصی دارید بفرمایید که مشارکت کنید، من مایکو در اختیارتون دارم. جناب آقای سعید طایف دوست، اگه تلفظ کرده باشم بفرمایید، مایک در اختیارتون. درود بر همه دوستان، بر همه عزیزان، واقعا خسته نباشید. خیلی استفاده کردیم از اطلاعات همتون، خیلی لذت بردیم. در رابطه با این گفتگوی آزادی که هست می‌خواستم چند نکته که حالا واسه خود من شخصا اتفاق افتاده ما رو باهاتون در میون بذارم. که همینطور که فرمودین فرهنگ سازی از هر خانواده‌ای شروع میشه و بعد میاد تو جامعه، بعد میاد تو کل کشور و کل دنیا. ولی خب خانواده که حالا فرهنگ سازی از خانواده شروع میشه، من خودم حالا خوشبختانه توی خانواده بزرگ شدم که همیشه پدرم به آشغال ریختن روی زمین حساس بوده. یعنی طوری بزرگ شدم که وقتی از خونه خارج میشم، حالا اینجا که همه جا خوشبختانه سطل آشغال هست، از خونه که تو ایران خارج میشدم تا برم محل کار، اگه دستم یه آشغالی بود، ظرف آشغالی نمیدیدم، اینو میذاشتم تو جیبم که تو محل کارم بندازم سطل آشغال. بعد بعضی همکاران بودم مثلا میدیدی یه میوه‌ای رو میخوره میندازه زمین و به شوخی میگه که بذار مامورای شهرداری مثلا بیکار نمونه. اینه که حالا من خودم اینطوری بودم و چند تا واسه من مثلا اتفاق افتاده که مثلا من چند سال پیش رفتم گوانجو چین، بعد اونجا رفتم وسایل بخرم، مثل عادت همیشگی دست کردم تو نایلون و وسایل رو برداشتم، سر صندوق گفت آقا این نایلون فلان قیمته، همین دوری عقب عقب گردی برگشتم. بعد همکارم که با هم بود گفت بابا چیزی نیست که 20 سنت بده بخریم. گفتم مسئله 20 سنت نیست،
این عمدن این کارو کرده که من اینو نخرم، که باعث بشه که محیط زیست همیشه سالم بمونه و خیلی کارهای دیگه. یا مثلا الان که من چند سالی تو آلمانم، اومدم اینجا و این فرهنگو یاد گرفتم که همیشه از فروشگاه یکی دو تا کیسه گذاشتم، یک کیسه تو ماشینمه، یک کیسه تو خونه است، یکیش پشت دو چرخ است، سه تا کیسه گذاشتم که با هر کدوم اتفاقی من رفتم خرید نایلون نخرم، به کیسه نخرم، حتی کیسه پارچه‌ای هم نخرم. بالاخره مواد بالاخره به محیط زیست آسیب می‌رسونه، یا کیسه پلاستیکی بزرگ که مثلا ضخیم بود چند بار میشه استفاده کرد، حتی اینم نمیخوام بخرم. حتی اینو بگم، بعضی مواقع من میرم اینجا فروشگاه، وسایلی که میخرم دیدین تو فروشگاه‌ها کارمنداشون یه وسیله بزرگی دارن که وسایلی که میچینن کارتونای خالی رو میندازن تو اون که ببرن انبار خالی کنن. از همون کارتونایی که اونجا زایده میخواد بره تو آشغالدونی، از همینا برمیدارم، وسایلی که خریدم میذارم تو، میارم حیاطمونم سطل آشغال کاغذ هست، همون رو میندازم تو اونجا. یعنی تا حد امکان سعی میکنم که چیز زایدی اضافه نکنم که مثلا باعث تولید آشغال بشه. یا تو اطراف خونمون آشغال میریزن، خودم به قول معروف میگن خودم چون دوست دارم این کارو، بعضا ماهی دو بار، ماهی یه بار دو بار آخر هفته ها میرم از این دستگیرا گرفتم آشغال های محله خودمونه که پارک و فلان نزدیک آب و جنگله، یکیش جمع میکنم، پیاده روی هم میکنم برمیگردم. یعنی اینایی که مثلا حالا شاید نتونم تو جامعه تاثیر بذارم، نتونم تو مجمعی باشم، تو ما بین جمعی باشم به همه زور بگم که شما باید آشغال نریزی، ولی خودم از خودم شروع کردم و این کارو میکنم. اینا مواردی بود که حالا خواستم با شما به اشتراک بذارم. ممنونم از اینکه مایکو در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما جناب آقای طایفی. بله همونجور که فرمودید، منم خیلی رو خانواده در واقع تاکید دارم که بچه‌ها بعد از خانواده شروع کنن. در واقع منم خودم بچه که بودم، اگر یه نخ از لباسم میافتاد توبیخ میشدم واقعا، یه چیزی که یعنی دست خودم نبود، پدرم یعنی واقعا عصبانی میشد، مثلا میگفت یه چیزی از یه لباس یه دکمه از تو افتاد روی زمین و اینو تو باید حتما برداری، و خیلی تاکید داشت. بله درست میگید، امیدوارم که تک تکمون بتونیم حافظ محیط زیست باشیم و میتونیم که زمین به هر حال همینطوری که میگن مادر همه ماست، بتونیم بهش احترام بذاریم، ما رو در بر میگیره و همیشه به ما انرژی میده. در واقع دوستان اگر که نظر خاصی دارید در مورد، البته میدونم مبحث‌ها خیلی زیاده، ولی خب اینجا در این جلسه نمیتونیم کامل بهش بپردازیم، امیدوارم که تو فرصت‌های دیگه بتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر که نظر خاصی دارید مجدد بفرمایید که من مایکو در اختیارتون بذارم. ممنونم از همگی. در اینجا من ختم جلسه رو اعلام می کنم. از همه دوستان، همکاران که ما رو همراهی کردن در این جلسه سپاسگزاری می کنم. از منشی جلسه جناب آقای سلمان یزدان‌پناه، در بخش ضبط صدا و تدوین آقای علی برومند، خانم ساناز تنهایی و همچنین ادمین ها خانم ندا فروغی، خانم ایراندخت کیا و خودم در خدمتتون بودم، مینا عابدی. ممنونم از همه شما. جلسه رو در ساعت 20:53 ختم می‌کنم.